جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از خدا اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده خواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک داور مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز ما. با پوزش از این که برنامه یه مقدار دیر آغاز شد، کارهای اینترنت و چه و چه و چه و چه و چه و خوشبختانه در خدمتون هست. حضور شما عرض کنم، خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت همه شما عزیزان، شما خانم و آقایون، خاطر این همه احسان لطف و محبتتون خیلی از همتون ممنونم. بازم سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه رو در سایت های مختلف، در اینستاگرام، تلگرام، این بر اون بر، در پلتاج بچه ها لطف محبت میکنید، پخش میکنید. خیلی هم از همه تو ممنونم. این آیت سپاس گذارم. هر روز که داره میگذره، اون حرکتی که بچه ها در برابر آرامگاه کوروش بزرگ انجام دادن، به عبارتی استارت براندازی جدی جمهوری اشغالگر اسلامی که به صورت دیگه کامل و واضح مردم تکلیف رو روشن کرد در برابر آرامگاه کوروش بزرگ بود. به عبارت دیگری از روزی که کشور ما اشغال شد، به طور رسمی تاریخ رسمیشو بخوام بگیم، اون روز بسیار سیاه 22 بهمن با حمله سازمان تروریستی مجاهدین و چریکای فدایی خلق روسیه، به اتفاق مامورینی که از فلسطین و عراق و سوریه و
یمن جنوبی و این ور اون ور ریخته بودن تو کشور ما، اسلحه آورده بودن و حمله کردن. به عبارتی ارتش شاهنشاهی ایران رو از به درون پادگان ها فرستادن و از با خیانت هایی که شد و حمله کردن و سربازا و درجدارا و افسرا و سرهنگ ها و به هر حال عمرا و همه نظامیان رو تو کلانتری ها و توی پادگان ها گیر انداختن و خب طبیعتا حمله به یه سری نظامی که توی پادگانی گیر افتادن خیلی ساده بود، از بالای پشتبان این بر اون بر حمله کردن و به صورت رسمی از روز 21 بهمن آغاز و شب 22 بهمن دیگه کاملا کشور افتاد به دست اشغالگران اسلامی به رهبری یک بیمار روانی به نام روح الله الموسوی الخمینی، یک مأمور حرفه‌ای MI6، یک آخوند لبادکار، کثافت جنایتکار، دزد بی‌ناموس بی‌شرف، لعنت به روح خودش و زنش و دخترش و پسرش و جفت اون دوتا فلون فلون شده و جد و آباد و اول و آخرش و کشور اشغال شد. مردم طبیعتاً بعد از یه مدت کوتاهی فهمیدن که چه اشتباهی کردن، یعنی اون نسل چه اشتباهی کردن که چه کارهای خیلی خیلی بدجوری کردن که هم خودشان هم فرزندانشان و هم همه چیزشان را به آخوند واگذار کردن و هیچ کس هم جمهوری اسلامی رو نمیخواست. یعنی بعد 5-6 ماه که مردم دیدن که اینطوری دارن وحشیانه همینطوری تو خیابونا میگیرن میبرن تو زندان ها سلاخی میکنن، از همون روز اول مردم برانداز شدن، از اینا متنفر شدن. چون شما وقتی با خون و خونریزی کشور به دست بگیری پایهات میره رو خون و این اثر نامطلوبی میذاره تو نسلهای آینده. و خب خیلی هم حرکاتی شد و چه و چه و چه که مهمترینشون کودتای عرض کنم گروه نقاب بود از پایگاه هوایی شاهرخی همدان که با کمال تأسف به دلیل نفوذ یه سری توده‌ای که تو ارتش همیشه بودن، نفوذی بودن، این کودتای ملی که میتونست نجات بده کشور رو و هنوز تخریب نشد، اون شکل تعدادی کشته شده بودن و یه مقداری تخریب شده بود کارخونه ها و اینا، ولی به حال هنوز 17-18 ماه گذشته بود از اشغال ایران تیر 59 و متاسفانه لو رفت و اون مابقی اون مردان شجاع، اون نظامیان شجاع، زنان و مردان شجاع، چون تعدادی هم از بانوان اعدام شدن که اصلا نگفتن و دیگه کشور افتاد دست اینا و بین خودشون هم درگیری بود. سازمان تروریستی مجاهدین به دلیل نبود نیروهای ملی یارگیری کرده بود در سراسر مملکت و در نهایت مهمترین سازمان سیاسی اون لحظات بود و بعد طرفدارای مصدق بودن که زیر سایه همون بازوی مسلح خودشون سازمان تروریستی مجاهدین، اونا بخش سیاسی جریان به عهده داشتن. تودهی ها رفته بودن زیر چتر خمینی و جمهوری اسلامی را قبول داشتن، موافق جنگ مسلحانه و اساسا موافق سقوط نبودن، موافق بودن، پشت رژیم ایستاده بودن. سازمان چریکای فدایی خلق روسیه هم تبدیل شده بودن به دو گروه، اکثریت و اقلیت. اقلیتی ها رفته بودن کردستان، اونجا داشتن آدم میکشتن، اکثریتی ها به عنوان بازوی مسلح که بعدا همشون شدن پاسدار و اولا کمیته چی بودن بعد شدن پاسدار، همین پاسدار همین همون تخمترک های همون کمونیست ها. و حضورتون عرض کنم که بقیه چپی ها هم که چپیده بودن توی این دم تو میدون 24 اسفند هم تو گوله گوله بایستده بودن، اون میگفت لنین گفته لوندی به چپ، اون میگفت نه لنین گفته لوندی به راست، اون یکی میگفت استالین سیبیل سمت چپش یه ذره آویزونتر بود و یکی میگفت نه سیبیل سمت راستش بیشتر آویزونتر بود و تو حال خودشون، هنوز هم تو حال خودشونن، تو پاریس تو کافتریاها هنوز نشستن با موهای سفید و اینقدر هم دیگه ودکا روسی خوردن مثل اون فراده بود خواننده، قلبه و جیگرش زد تو دهنش کسافت و هنوزم تو این فکرن که آیا تئوری مارکس بهتر بود یا حرفای انگلس بهتر بود، اینا که به هم نامه میدادن آیا مثلا به هم میگفتن I love you یا نمیگفتن،
و بورژوازی در سطح نیم بورژوازی و در سطح بغل بورژوازی بهتره، یا اینکه نه بغل اونور بهتر از اینور بهتره، تو حال خودشونه. اینا هم داشتن بحث میکردن، رژیم هم خوشش میومد، میگه یه دم اینا سرگرم کردن، سازمان رزمندگان، پیکار دیگه، راه کارگر، راه پاشو بیا تو، راه دم در بده و غیره و زاده. ولی اصل قضیه تروریست‌های مجاهد بودن که یک بخش مهم جامعه رو، یعنی جوانان رو کشیده بودن به سمت خودشون. درگیری میشد حزب الله، یا میریختن اینا رو میزدن، مرد بر منافق، اینا میرفتن زیر عمامه و عبای اون یارو تریاکی که بود، نه که پدر بی پدر اینا بود، طالقانی، میرفتن زیر عمامه اونم میگفت قهر کردم، قش کردم، یه مدت رفت رو دهات خودش طالقان، میگفتن ظهور کرده، خروج کرده، عروج کرده، رفت بالا، اومد پایین، غیب شده، رفته پیش آقا تو چا داره صحبت میکنه، خمینی آدم فرستاد که از این دوستگری ها در نه، یا فلون فلون شده، پاش بیا اینجا تا با هم گفتگو کنیم، کشیدن آوردن تهران، خرج کردن آوردنش تهران، بعد خودش لوس کرد رفت تو طبیله که اسمش بودن خبرگان، نشست زمین، گفت من نمیشینم رو صندلی، صندلی مال مستکبره، من میشینم اینجا که مال مستضعفه. و از این لوسگری ادای مصدق و بعد که شیره اید 5 ثانیه حرف میزد هی میگم بعد میگم سواک زغال کرده تو گلوش نگاه کن جلد مولو واقعا احمق حساب کرده بودم. فرار این فلون فلون شده میرفتن زیر چتر اینو بزن بزن شد که رسید به سال 60 که خمینی گفت الان بهترین فرصته که تکلیف اون چیزو که میگفت زبانش مانند مالک اشتر بود، اشتر بود، اسخر بود که اون میومد که زمان اونو بریدن و خب طالقانیه رو سربنیزش کردن، لگن فروش دوز میگفت طالقانی یه جنس دیگه بود، چی بود؟ جنس چی بود؟ بعد جنس بیشرف اون چشاییزه. بعد حمله کردن جوانهای مردم رو سلاخی کردن، آدرس جوانهای مردم هم همه رو سازمان تروریستی مجاهدین نوشته بودن توی یه دفترهای بزرگ گوشت بودن، مخصوصا تو خونه های تیمی مثلا تو شیراز اسم بچه هایی که طرفدار مجاهدین بودن، برای اونایی که مشخص بود اینا مجاهدن، جوان هم جوانهای دوران زمان شاهنشاه همه ملی نیام پرست، میخواستن خودشون رو بچسونن به این سازمان تروریستی با گرفتن اسلحه جنگ مسلحان رژیم رو بزنن، و اینا مجاهد نبودن. از قم و به اصطلاح اون بغض معاویه چسبی دودن به حسن، و یعنی ملت هم حسنه بعدش میادم از معاویه بعدش میومن. در هر حال کار کشید به این که این مسیر طی میشه و یک تاریخ ننگین 42 ساله میخوره تو پیشونی ملت ایران و مردم هر از چنگایی دست به یک کارهایی میزنن، یه نسل از بین میره، یه نسل متلاشی میشه، یه نسل فراری میشه، یه نسل پیر میشه، یه نسل فلان میشه، یه نسل شیمیایی میشه، یه نسل موجی میشه، یه نسل فلان میشه، همینطور میاد جلو، میاد جلو تا اولین انفجار به وجود میاد در دوران محمد گاریچی که خودش یکی از مامورین بسیار بسیار قوی MI6 هست، یکی از نوکران قدیمی انگلیس، که اون میاد قروبال بکنه ببینه بعد از گذشت 10-15 سالی مزنه بازار چنده، آیا مخالفین در چه حدی هستند، که تا دهن باز میکنیم اینا او جامعه در حال انفجار، مردم هم یه چیزی رو بهانه میکنن، روزنامه سلام بود چی بود مال اون موسوی خوینی ها بود، نمیدونم چه جریانی بود، ریختن تو خیابون، اون بحث دانشجویی به وجود اومد، اولین استارت اونجا زده شد، ولی صحبت براندازی نبود، صحبت بر سر این بود که اصلاحات و اصلاحات و اینا، اون آخرش که رفت به سمت براندازی که بچهای مردم از خوابگاه با مغز کوبیدن زمین و از توش هم یه سری تنلش فرستادن خارج از کشور به عنوان زندانی، کار کشید از اونجا به صورت رسمی جهان متوجه شد جمهوری اسلامی موفق نشده نیرو جذب کنه، جا نیفتاده این قرمه سبزی، جا نیفتاده، چی کار باید بکنیم؟ باید ملت ایران رو در درون و برون سر کار بذاریم. چجوری؟ همون بلایی رو باید به سر ملت ایران بیاریم که بر سر کل کشورهایی که افتادن تو دام ما، یعنی کل آفریقا، تو آفریقا هم همین بود، وقتی که نیروهای استعمارگر حمله کردن به آفریقا، حالا هر کی به یه دلیلی، یکی رفت الماسشو به دوزه گرفت، طلاشو به دوزه گرفت، فیل و توتی و نمیدونم پوست مارش ماراشو بکشن، پوستشو بدوزن تو پاریس بکنن کیف و کفش، برای زناشون رفتن حیواناشون رو کشتن بیارن ازش پوست پلنگ درست کنن، اینا عاجشون رو همه رفتن عاج فیلاشون رو اره کردن، به دست اون انگار مثلا داره
چیز اره میکنه، چوب اره میکنه. آج فیل زنده رو برای اره کردن، فیلماش هم هست. بعد با هنوز هم میگن ما خیلی آیم دلی ساری داریم به خاطر این جرگه، به بول قبر پدر خندید حیوان خدا رو کشتی بکنه، آیم دلی ساری داریم، مرگ باید تاوان بدی. بله با همه که با کمال پوری هم مثلا ماکرون پا میشه میره اونجا، اونم تو آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و آفریقا هر جا میرن گل و بلبل تعبیر میگیرن. رو که رو نیست، سنگ پا قزوینه، والا سنگ پای قزوین به اینا شرف داده. حضور شما عرض کنم، گفتن چیکار باید بکنیم، چه بلایی باید سر ملت ایران بیارین؟ خیلی ساده است، سر کارشون بذارین، در درون براشون اپوزیسیون درست کنین، در خارج براشون اپوزیسیون درست کنین. چرا که هر روز سیل جمعیت از بیرون داره میاد، از درون داره میاد بیرون. خب بعد اینا اگه دور هم دیگه جمع بشن، روزی که آلمان مثلا مملکت ایران ریخت، مثلا 10,000 تا ایرانی بود، الان یه روز 100,000 تا، امریکا مثلا 100,000 تا ایرانی داشت، الان یه روز 4 میلیون ایرانی، کانادا مثلا 50,000 تا ایرانی داشت، الان 2 میلیون ایرانی. خب اینا داره جمعیت زیاد میشه نه؟ بعد اینا اگه متحد بشن دور هم دیگه، چون همشون هم مخالفن اومدن بیرون به هر دلیلی، به خاطر جنگ بوده، به خاطر اقتصادی بوده، سیاسی بوده، به هر دلیلی پشت کردن به جمهوری اسلامی، اومدن بیرون در یه فضای آزاد دموکراسی میخوان زندگی بکنن. و خب اینا شاکی میشن دیگه، 6 سال 7 سال 10 سال مونده خارج از کشور، اعداد و بیداد ما 10 سال موندیم چه مملکتمون ندیدیم، زمزمه ها تبدیل به فریاد میشه، این فریاد ها میشه سنگ میره تو سفارت جمهوری اسلامی و بعد اجتماع میکنن جلوی پارلمان اروپا در بلژیک، و اجتماع میکنن جلوی سازمان اون یارو چیچیون تبیره، سازمان ملل در نیویورک و فدرال بیلدینگ و جلوی برج کفتر و جلوی برج حسن آقا بود تو برلین و تو پاریس. و خب بعد ما اینا چجوری جمع جورش کنیم؟ و دقیقا هم سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جهان میدونستن این سیلی که از ایران اومده بیرون از هر 100 تاش 90 تا شاهدوسه، چون سلطنت طلبها زدن اومدن بیرون، چون مملکت اینا از دست مشروطه خواها گرفتن، از دست مجاهدین که نگرفته بودن، از دست مصدقان نگرفته بودن، که کسایی که اومده بودن از ایران بیرون اینا مشروطه خواه بودن. خب اینا هنوز امیدشون هم به بازگشت پادشاهیه. و بعد یه جوان سرحال خلبان که مسلط به دو تا زبان بیگانه هست و یه کارنامه از پدر و پدر بزرگ پشت سرش داره، یه کارنامه بسیار درخشان، و بعد وارث یه جریانی هست که این جریان 2500 ساله که ریشه تو دل و قلبه و جیگر ایرانی‌ها داره، و خودش هم یه کارنامه 56-7 ساله پدر و پدر بزرگش رو داره با کارنامه مادرش. اصلا یه بمب ساعتی، این بمب ساعتی چیه؟ یه بمب اتم این رضا پهلوی. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ هیچی. اینا رو باید خفشون بکنی، اینا که اومدن خارج از کشور، براشون چیز را بندازه اینا. و چون مشروط خواهم داره سازماندهی نبودن، و خوشبختانه خدا رو صد هزار مرتبه شکر، نعوذ بالله بگم یا قول هو الله بگم، هنوزم سازماندهی نداری و نمیخوایم هم داشته باشیم، بین اینا نیروهای نفوذی بفرستیم و اجازه ندیم این مشروط خواها به قول اینا سلطنت طلب و طرفدار پهلوی اینا متشکل بشن. چون اگه یک دونه سازمان قوی مثلا به اسم سازمان مشروط خواهان، مثلا سازمان میهن پرستان، چه بودم یه سازمانی، مثلا من روزی که اومده بودم آلمان پیش خودم فکر میکردم که الان اون حزب رستاخیز یا حزب ایران نوی این الان تو خارج از کشور چیز داره، شعبه داره، اصلا خبر اینی. یه سازمانی بود تو برلین به نام پرسپولیس، منم چون طرفدار پرسپولیس بودم نمیدونستم مثلا جریان چیه، فقط به عشق اسم پرسپولیس رفتم اون ور. بعد گفتم این جریان این پرسپولیس چیه؟ گفتم این سلطنت طلباست. هنوزم کارتشو دارم، رفتم از این یارو عکاسا چیزا هست، یه دکه هایی بود میشستی توش اینجوری سیخکی یه 5 مارکی مینداختی اونجا، بعد این تق 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 4-5 تا فلاش میزد تو چشت، بعد چیز هم میشدی کج و کوچ هم میفتدی، اینقدر میخورد تو چشت کور میفتدی. برای رفتیم عکس دادیم و مهر زدن اینا، ما گفتیم خب عضو یه سازمان سلطنت طلب شدیم چیکار باید بکنیم؟ گفتن ما برنامه داریم، ما برنامه زنجیرزنی داریم، سینه زنی داریم، برنامه کنسرت داریم، برنامه تظاهرات داریم. ما یه ما موندیم برلین هیچ برنامه‌ای ندیدیم از عباسی، و پول پناهندگیمون هم یه مقدار خرج کردیم، عضویت دادیم، هیچ ازش در نمیاد بیرون. بگذاریم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، چون ما هیچ وقت مشروطه‌ها دنبال سازماندهی نبودیم، و هنوز من موندم که چطوری بزرگان صدر مشروطیت موفق شدن که ایرانیان رو زیر یه چتر جمع بکنن تحت عنوان مشروطه، اونم که نه در سال 2000، در سال پیش از میلاد مسیح. و موفق شدن که یه سری تفنگچی رو دور هم دیگه جمع کنن. بعد خیلی حرفه، ایل بختیاری کجا؟ آذربایجان کجا؟ تلگرافی نبوده، تلگرامی نبوده، اینستاگرامی نبوده، اینا چجوری میگن خبر کردن؟
عجب عجب شق القمری بوده، عجب نسل باشرفی بودن. یکی از نسل‌های باشرف ایرانی که رفت به تاریخ پیوست. بله، مثل صمد بهرنگی که به عرض پیوست با عرب. بله. و بعد حضورتون عرض کنم که ما هرچی حاکم دیم سازمانی کسی اقدسی در کار نیست، و خب این بهترین فرصت بود برای جهان غرب، به ویژه انگلیس‌ها که دشمنان قسم خورده پهلوی و پهلویسم و ملت ایران و کشور ایران، و اصلا قسم خوردن که ایران هر چی میشود بشود فقط پهلوی نشود، چون اگر ایران پهلوی بشود واویلا حسین است در منطقه. چرا؟ چون این دفعه زمان رضا شاه نیست. این دفعه پهلوی بیاد بر کشور مسلط بشه که چشمتون کورش مسلط خواهد شد تا دندتون نر، اون فلسفه مسلط خواهد شد نه فرد، اون موقع تموم کار. یعنی انگلیس قشنگ باید وسط زهرای رب الخالی رب الخالی رب الحسن همونجا برای همیشه دفع بشه دیگه، نه با لورنس عربستان میتونی درستش کنی، نه با ملک حسین، نه با اون یارو کوتوله، نه با اون درازه، نه با اون یارو جلغوزه تو قطر دیگه، نه با اون یکی لنگ میبست دور سرش تو عمان دیگه، نمیتون. تموم شد، محمد رو لولو برد. باید برید برای همیشه از خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و از کل اقیانوس هند. تموم شد. ایران پایان میدهد به استثمار و استعمار همیشگی انگلیس. خودشون خیلی دوست دارم بگم بریتانیا، مالی دی انگلستان هم من بهتون نمیگم چون استان هم نیستی. برای همیشه ملت ایران پایان خواهد داد به زودی به استثمار و استعمار انگلیس در آسیا، نه فقط در ایران و خاورمیانه و اقیانوس هند، در آسیا. بعد بلایی سرتون میاریم، همون بلایی رو به سرتون میاریم که به سرمون آوردید. به این ترتیب چون سازمانی چیزی هم نبود، اینا هم نیروهای نفوذیشون رو فرستادن، نیروهای نفوذی رو فرستادن. هر که اومد گفت شاهزاده، 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 آقا فرمودن، آقا فرمودن، امروز فقط اتحاد، آی اتحاد، آی دموکراسی، دموکراسی. همینطوری مثل قارچ سمی سبز شد. خب ما هم که نه آگاهی سیاسی داشتیم، نه در زمان شاهنشاه آریامن فرصتی بود برای حزب بازی. یه چیز درست شده بود، حزب ایران نوین و حزب رستاخیز، ولی ما چیزی ازش نفهمیدیم. چون وقتی شما میگی حزب، این برنامه داره، یه برنامه 10 ساله میخواد بری تو نونهالان، تو مدارس به بچه ها یاد بدی با نقاش. همین که من میگم نقاشی بکشید، بچه ها نقاشیاتون رو آن 4-5 دقیقه دیگه نشون میدم. میگم بچه ها نقاشی بکشید، بنویسید جابید چه، اینجوری باید درست، اینجوری باید بچه رو بسازید. که من نمیتونم برم با یه بچه 7-8 ساله 10 ساله یه نوجوان 14-15 ساله که نمیتونم برم بشنم راجع به مشروطیت صحبت کنم، چه میدونم من دارم چی میگم. باید با جاویدشا نوشتن، نقشه ایرانو کشیدن، چهره اعلیحضرت کشیدن، گل بکشه، هرچی دوست داره بکشه، ولی اون جاویدشا رو بنویسه، این هک بشه تو مغزش. این بچه 8-9 ساله فردا بشه 16 ساله، خدا هم دیگه جاویدشا رو دهنش نمیتونه بکشه بیرون. همینطوری که به ما یاد داده بودن بسم الله الرحمن الرحیم، دولا بشو، راست بشو، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت رقیه، چجوری کردن تو مخ ما از بچه گردن تو سر ما دیگه، پدر بزرگام، مادر بزرگام، نماز بخون، چیز قبله، قبله، به سمت قبله وایسا. که من همیشه میگودم این جریان قبله چی، آقا رو نفهمیدم این جریان چیه. قبله این ورکی باید باشه، قبله اون ورکی باید باشه، حاج آقا مکه 7 دفعه دورون بچرخ، همش حفظ شد تو سرمون. بعد ما نمیدونستیم مثلا آریو برزن کیه، حالا میدونستیم حضرت ابوالفضل کیه، ولی نمیدونستیم مثلا یعقوب کیه. در اصل باید به یعقوب میگفتیم حضرت یعقوب، ولی به این رو مرگه تیخکش قمکش میکنیم یارو ابولی چی چی بود، یارو بیدست بود، چی بود یارو. بله، به هر حال بعد یه نفوذی اومدن توی ما در خارج از کشور، ما که دیگه همچین قابل تیختراش هم نبودیم و هیچ گونه سازماندهی هم نداشتیم و همینطوری ویلو ویلو شده بودیم تو پاریس و برلین و لندن و چه بدونم فرانکفورت و مونیخ و زوریخ و همینطوری استکهلم و هم تو داریم میچرخیدیم. و اون روزای اول هم همه به فکر این بودیم که اقامت، اقامت، زبان، زبان. Do you speak English؟ یارو میگفت yes. میگفت ای داد بیداد چه بدی آوردی، ما نمیشد مثلا بگی نو، ما یه دو دولتی چهار تا مونوفی میشد بیاییم.
تمام دنبال اقامت بودیم، بعد رسیدیم توی یه کشورهایی که مثلا زبون انگلیسی 4 تا لغت یاد گرفتیم. تو ایران یه واتری، اسلیپی، پلیزی، چیز نمی‌دونم بلد بودیم. من اومدم آلمان دیدم همه میگه ایش میش تیش میش خیش پیش پیش میش. ببین چی میگه. اگه من یه روز اینجا بونم بعد زبون ایران یاد بگیرم، محاله. در حال بچه‌ها تو سوئد، تو فنلاند، نروژ، دانمارک این ور اونور زبونای ملخی، و تو تا بخوای زبان یاد بگیری یه چیزی به اسم دفترچه دستیش بدن دستت، دو اقامتی داری و اینا، دلتنگی از یه طرف، خونه و زندگی رو ول کردی اومدی، بعد امکانات مثل الان نبود، میخوای صدای مادرت رو بشنوی، صدای پدرت رو بشنوی، یه سلام میدی 5 مال رفت، و ضربات روحی و نیروهای نفوذی و پخش مواد مخدر در حایمای پناهندگی و کتککاری ها و چه و چه و چه و چه و چه چیزی دیگه ازت باقی نمیذاره. منتها چون جوونی هم 22 سالته، نیروی جوونی مایه گذاشتی، داری این مسیر رو میکشی میای جلو، چش باز میکنی یه دفعه میبینی که بله تازه تو ایران یه عده افتادن دنبال خاتمی، بعد خاتمی حمایتت میکنیم، خیلی بد جوری هم میکنیم حمایتت، و بعد تازه بازی میاد میرسی جلو، لغت میندازن تو دهن همه، اصلاح ها، اصلاح طلب، خیلی بدجوری اینا اسهال طلبن، خیلی بدجوری بعضیشون خراب اینا، بعد اصلا شکم روی دارن همشون. تا تو بخوای کل ملاق اینا رو بگیری و زیر خم اینا رو بگیری، خودی کل ملاق میشی. و بقیه ماجرا که میرسه به محمود مشنگ و بازی یهودی ستیزی، بازی سرکاری، تو رو زنن، 6 میلیون یهودی مرده، مثلا 8 میلیون کشته، 100 میلیون کشته، 2 نفر کشته، تو رو زنن، بازی، همش بازی بود. و همینطور اصلاحات یه دفعه توش در میاد، اصولگرا، اصلاح طلب، حزب دموکرات، حزب کارگر، حزب جمهوری، خب ما هم داریم اینا چیزن، اینا خیلی تندروان میگن زنا باید از توی پیاده رو برن، مردا از توی پیاده رو. از کجا شروع میکنن؟ از تو اتوبوسا نگاه کن، زنا از در عقب میرن، مردا از در جلو میرن. نگاه کن اینا خیلی بدجوری تندروان، اینا خوبن، اینا میگن که نه زنا از در جلو برن، مردا از در عقب برن، من و شما نداریم. بعد نگاه کن الان اکبر دزده 100 زده تو ایران، 100 تا 100 زده، بعد تابلو هم نشون میداد اینجا در دست 100 است، کجا؟ وسط کویر نمک، حقوق آب هست، میخواییم دریای مازندران رو لوله کشی کنیم، وز کنیم به کبیر لو، دروغو لعنت به پدر و مادرش، خارج از کشورم دم میده، اونا نوحه رو میخونن، اینا دم میدن، اونا نشستن تو ایران میگن شه ما جفا، اینا میگن جفا و اول فز، با هم دارن دم میدن. لجنجلس شعر مینویسه، تهران سینه میزنه، تهران شعر مینویسه، لندن سینه میزنه، همه هایی بودن دیگه، هنوز هم هستن، هنوز هم هستن. بله این وسط ما هم هاج و واج موندیم، فقط داریم سقف رو نگاه میکنیم، میبینیم توپه که اون بالا اینا دارن مثل تنیس دیده رفته نگاه میکنیم، کلاه هی میره این ور رو میاد اون ور، اون دوتا دارن حال میکنن، ما که حالی نمیکنیم، فقط سرامون داره با اون توپه میره و میاد. زمان میگذره، فریدون فرخزاد قطع قطع میشه، رضا فاسدی در حال دق میکنه، پسرش کشته میشه، فلان سرهنگ کشته میشه، بختیار رو سرشو میبرن، اون یکی پاشو میبرن، اون یکی رو تیکه باره میکنن، اون یکی پا میشه میره سروان بود بانی احمدی اگه اشتباه نکنم، میره دبی، اونجا تو فرودگاه دخل اونو میارن، اون یکی رو میکشن، اونو تو هتل میکشن، اونجا میکنوس درست میکنن، همینجا دارن قلقم میکنن. خارج از کشور دولت غربی دموکرات هم خارج از کشور میگن که نکن، نکش یا عصای موسی، وای نکنین این کارا رو، بعد حقوق بشر، مرد شب، مرد دم شب، اونا هم دارن میکشن، خودشون دارن آدرس میدن، تیمسار اویسی رو کشتن، شهریار شفیق کشتن، اونا که باید کشته میشدن کشتن، بقیه دیگه لب و دهن بودیم که ماندیم. بله کنسرت هم را برا، خواننده هم همینطوری داره مثل قارچ سمی میاد بیرون، این کیه منظوره، اون کیه منصوره، این کیه امیده، اون کیه ناامیده، این کیه فرشیده، اون کیه افشینه، این کیه کردی میخونه، اون کیه لوری میخونه، این کیه زده زیر چهچه، این دنبال چیزه میخواد برگره بره اصفهان در فکر نماز صبح و شب، اون یکی میگه هوار هوار بردن میرقصه، یک بلمشویه که انگار هیچ اتفاقی تو ایران نیفتاده، انگار ایران زمان شاه، ما یه عده دانشجو و تاجر و فرش فروش و قیاش فروش اومدیم خارج از کشور، بعد دیگه حال نمیکنیم با کاور میامی، چقدر اونجا بریم هایده رو ببینیم، اومدیم اینجا بریم یارو کفتر و کاکل به سر رو ببینیم.
بله. و بعد بچه ها اکبر دوزه میگه که حالا پرده دوم پیاده بکنی، پرده دوم اینه که اجازه بدیم ایرانی ها برگردن بیان خارج از کشور به شرطی که آدم نکشی. یعنی داره بهمون میگه اگه جیگر دارید بیایید، واچتون رو بدید بیایید. آره خودت میدونی کاری نکردی بیا، ما کاری به کارت نداریم. یک مرتبه جمعیتی که توی تظاهرات ها 7-8000 تا میومد یه دفعه شد 700-800 تا 700-800 شد 70-80 تا حالا شده 7-8 بله. بعد هر که میرفت ایران میومد ما به اون چپ چپ نگاه میکردیم، اونم به ما چپ چپ نگاه میکرد مثل اسبی که به نرمندش نگاه میکنه. بله. بعد اختلاف پشت اختلاف، اختلاف پشت اختلاف. آقا رضا داره اتفاقاتی تو ایران میفته، الان کلنگ مترو رو زدن آقا، صد تا صد زدن آقا، دیگه تموم شد دوران پهلوی. شما هنوز نشستی خود شما هی میگی شاهزاده شاهزاده خوکویی شاهزاده کردنش داشت منفجر میشد. همین آدم بغل دست من تو تظاهرات میگفت جونم فدای شما، تو رو خدا نگی شاهزاده، اعلیحضرت اعلیحضرت. اینجوری شو زو استوب بریم نقاشو بچه ها رو گوش کنیم، بیایم تا ببینیم چه خاکی به سرمون شده. تا نفهمیم چه خاکی به سرمون شده 400 دفعه دیگه تو اهواز و آبادان و شیراز و تهران و مشهد و ممسنی و خرم‌آباد و همدان و تبریز بیایم تو خیابون همین ها شما میکاسه هست. جناب مهندس لطف ما بعد بفهمیم نقاشو بچه ها رو، خیلی ممنونتونم. شماره یک سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. بچه باری کلا هر روز از روز قبل دارید بهتر میشید، واقعا میگم آفرین. آف رنگامیزی ها نقاشیاتو خیلی قشنگ، باری کلا دست گلتون درد نکنه. خیلی از همتون ممنونم. ادامه بدید ادامه بدید. نقاشی الان تو خونم هستین، تابستون نشستید و نقاشی ها رو هم بکشید و جاوید شام یادتون نره بنویسید. جاوید شام بگه امورزا گفت بنویسیم جاوید شام. آره. یک کوچولو هم برای من نوشته، نقاشیش الان پخش کردم. امروز اومده ایران، ما هم میریم بستنی بخوریم، با همه میریم بستنی فالوده میریم، آلاکولنگ هم میریم بازی میکنیم. بله برنامه داریم با هم. بله با پسرها میریم میشونیم همجدی ناریامه میریم فوتبال نگاه میکنیم. بله دختر خانم هم بیانش میبینیم میشونیم فوتبال نگاه میکنیم. حضور شما عرض کنم که یادم رو رفت بگم بچه های میان پرست هم لطف کنید به سنگر خودتون زنگ بزنید کمک کنید، خیلی ازتون ممنونم. به هر حال اوضاع میگذره. این طرف قضیه علازت هم فراموش نکنیم، رضا شاه دومو فراموش نکنیم که ایشون مثل الان نیستا، تلگرام و نمیدونم این یارو واتساپ و اینجوری نبود. ایشون یا با کیهان لندن یا نیمروز لندن صحبت میکردن، صحبت یعنی فیلمی چیز در کار نبود، مصاحبه بود. این روزنامه که نمیرفت ایران. یا اینکه یواش یواش این یارو تلویزیونا که درست شده بود مثلا زیاد تا پای یا اون رادیو صدای ایران در چیز در لس آنجلس اسدالله مروتی مثلا دعوتی میشد، ما یه مرتبه سر علازاده میشنیدیم که اصلا باورتون نمیشه بعضی اصلا تون صدای علازاده یادشون رفته بود، تون صدایشون یادشون رفته بود، خبری از ایشون نبود. منطقه ما به امیدی که مثلا من خودم تو ایران بودم به همش این چیز میشد، این شایعه میشد،
که هنوز موقع که علازاد در قید حیات بودن روان شد آریا مهر بزرگ، شاه اومده جزیره کیش، شاه اومده چیز کردستان، ارتش اویسی با ارتش اومده کردستان، در این حد بود، در حد این شایعات بود که این امیدان امید نشه که بعد خبر رسید علازاد اعلام پادشاهی کردند و همین ما دیگه خبر نمیشیم که احکایی، مگر مثلا یه چیزی صدای امریکا موقع رادیو بود، خانم عاطفی بود قصه میگفت تو ایران برای بچه ها، یک صحبت هایی میشود مثلا شاهزاده، اصلا به گوش ما ناآشنا بود شاهزاده، ما ایشونو به اون والعزت رعیت میشناختیم، همش میگفتیم ولیعهد ولیعهد، الان میبینید خیلی از مردم هنوز میگن ولیعهد، هنوز این چیز مونده تو سرشون که حالا دیگه این رضا شاه دوم، رضا شاه دوم دیگه حالت عمومی پیدا کرده به خاطر بودن این همه امکانات اینترنتی. به هر حال علازاد هم وقتی صحبت میکردن در حد مصاحبه چیزی بود، در همین حد بود، کار دیگه نمیتونم بکنه، با کی کار بکنن، نه گروهی بود نه سازمانی بود، بعد اصلا بره کجا کار کنه، و اساسا اصلا به ایشون گفته بودن آقا شما به یه شرط میتونی بیای تو این آمریکا زندگی کنی، نه اینکه ایشون از خودش بود بیاد آمریکا، جایی نبود بره کجا، بره کره مریخ زندگی کنه، کره ماه بره، شرایط تو مصر شرایطی نبود که ایشون بمونه، و جای دیگه هم نبود به جز مصر، دو جا بود، یا در فرانسه یا در امریکا، خب فرانسه هم که تحقیق مشخص بود ترورش میکنه میکشتنش، کشوری که تحت حمایت جزء رفقای جمهوری اسلامی بود و هنوز هم هست، ببینید دیگه الان گله گله میخوام باشم برم مثل مرکز تبریک بگم، بیدر این تنها جای باقی مانده در امریکا بود، و علازاد هم وقتی در امریکا بودن قوانین این بود که آقا جون اینجا اومدید چیز نکنی یا براندازی و هیچ کاری نکنی، حالا در حدی چهار تا اعلامیه و اینا همیشه بمون چون کنترل بشه، چون پهلوی رو می‌خواستن بزنن دیگه، پهلوی تموم بشه بره، قبول کنید که دیگه پهلوی نمیاد، اینو داشتن تو سر ایرانی می‌کردن. زمان میگذره، در داخل کشور مردم بدون تعارف ناامید میشن، هر بعد یواش یواش یه رادیویی میاد، یه دنیاهای مجازی میاد، ما از اینجا فریاد میزنیم ولی صدا به ایران نمیرسه که بابا مردم رأی ندین، خاتمی از رفسنجانی پدر سوخته تر، اکبر دوزه محمد گالیچی بی پدر و مادر تر، هر دوشون از خمینی لجن بی پدر و مادر تر، بابا مردم رأی ندید. بعد جواب چی میاد؟ آقا نشستین خارج از کشور، بعض همه تونم که دارید میایید و میرید، بعد میایید اینجا واسه ما مانوف میایید، بچه هم اونجا فرنس بلده، اسپانیالو حرف میزنه، ایتالیانو حرف میزنه، 6 تا دکترا گرفته، دخترم پزشک شده، پسرم نمیدونم چیز شده اونجا، نمیدونم مهندس شده، ازدواج کردن، عروس سعودی دارم، دوماد آلمانی دارم، اینو به خیال ما شما اینجا تو فقر و فلاکت بدبخت زندگی، بعد میایید ایران پیف 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 اینجا چرا بو میده، وای شما هنوز چربی میخورید با آبگوش دنبه میخورید، ما رو جمع کن، همین خاتمی رو ما فعلا گذاشیم رو سرمون، از دل این یه چیزی بیاد بیرون، منطقی میگفتم، غیر منطقی نمیگفتم، چون ایرانی های خارج از کشور رفتن گند زدن به این جریان، مردشون اون قیافاتونو ببرن، مجددا عرض میکنم مردشون اون قیافه های نامردتونو ببرن، اومدن اینجا پاس آلمانی گرفتن، اگه برگردم میکشنم، از شب همشون هم داستانشون این بود، من بس ترجمه میکردم واسه بعضی هاشون، جست و گریخته نه مترجم بودم، رفتم ریختم خونم، از توی لوله بخاری در رفتم، رفتم خونه عمم، عمم گفت چرا اومدی اینجا، نیم ساعت پیش اینجا ریخته بودن، از زیر زمین رفتم خونه خالم، گفت فرار بکن بدجوری دنبالتن، خلاصه فلونی خودت باید بدونی، اینقدر فرار 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 کردم، یه دفعه دیدم تو آلمانم، عجیبه منه نکشتن، الانم همسرم فرزندانم در ترکیه هم، باز هم خیلی خوب گریه نکن، بیا آنرکان شدی قبول شدی برو، همونا رفتن گفتن نه دیگه ما موردی نداریم، اینا اینا پاسمون هم گرفتیم از سفارت ایران، اه دولت آلمان گاوبندی بود دیگه با رفسنجانی با اکبر دزده، اه هیچ اشکال نداره اون پاس ایرانی تو بده بفرمای، اینا اقامت کامل برای شما، میخوای آلمانی بشی، دوست داری آلمانی بشی، اگه بدین خواهش میکنم بفهمه، اینم پاس آلمانی، کار دیگه نداریم بابا، نه جدا شما ایرونیا فهمیدید ما آلمانیا خیلی بیشور و احمق میگار، خیال کنید از ما سواری گرفتین، آره خب بعدا خودتون متوجه میشین چه بلای سرتون آوردین، بله آفید ارزین، آفید ارزین شون اسم قنده خیلی قدر خوبی داشته باشی، بله هاینز دتر گنشر، گنشر بی پدر و مادر هماهنگ میکنه با علیان پولزن، علیان پولزن هم میگه خیالت راحت باشه از 150,000 ایرانی مقیم آلمان 100,000 تاشو خریدیم، دلاکر هم خریدیم.
علی موند اوزش. حالا ماهایی که اینجا بودیم با چاقو و قمه و پوت افتادیم به جون هم دیگه. اون میگه من مجاهدم، با اون حرف نزنین، اون میگه کمونیسته، این میگه پرچم بیارین، این میگه پرچم نیارین، این میگه اینو بیارین، اون میگه اصلا اونو نیارین. بعد شروع میشه یار دبستانی من، از کی تو خونترگش شروع میشه؟ از جریان دانشجویی. یار دبستانی من دم دره رم دم دره رم، که سرود ایران مالیده بشه. کی پشتشو میگیره؟ لجنجلس. آقا برای اتحاد بهتره که ما به یک نتیجه مشترک برسیم. دیدی که این شیره یام چجوری رفته؟ همه دریاکی توپ توپ نعشه کرده با اعصاب راحت، مثل حرف نمیزنه، هی بلوله، قشنگ نشسته تکیه زده بر جای بزرگان. حال بزرگ نیست بی خود، اگه شما میکنه بزرگی. برای اتحاد بهتره که ما به یک فصل مشترکی برسیم. درست عرض میکنم جناب دکتر؟ بله آقای مهندس. ایوا مهندس، اجازه بدید ما الان زنگ بزنیم خانوم دکترم بیاریم. خانوم دکتر با از این عینکای ندید بدیدی دروش که چشمشو 8 برابر کرده اومده، خدای اینا تو چه قوطی عطاری آوردن. اون اومده نشسته که 150% جد آباد شما کشیدن بیرون، تو بوده ای بوده. بله من موافقم که برای این که ما دور هم بشینیم اساسا باید به یک فصل‌های مشترکی برسیم که مثلا پرچمی که توش وسطش اون قسمت سفید تخم مرغیش چیزی نباشه، یعنی شیر و خورشید رین تن تن. بله یه لنگی بردیم بگیرید دستتون. آمنه آمنه، مثل آسی بود خدا بیاموز نومه سر سن، همه دستمال به دست میشدن، یه دستمال بگیم به دسته. ما هم نشستیم داریم گوش میکنیم کی پخش میکنه صدای ایران، مر چی خورده روش، سلطنت طلب انا رادیو سلطنت طلب و بعضی دفعه اصلا سلطنتی تو کار نبود. او یارو سعید قائم مقامی گور به گور شدن نشسته میگه ما پیروزیم چون حق با ماست، گزارش بده از ایران. از کی گزارش میگیره؟ از لس آنجلس. به سر زنگ میزد میگفت آقا سعید الان نزدیک میدون ولی عصریم، داریم میریم به سمت میدون امام حسین، بچه های امام حسین بریم به سمت بچه های امام حسن. در سوخته من خودم یه عمر زغال فروشم بی خیال صدا به جایی نمیرسید، چقدر تو پالتاکادو میداد گامی. خیلی تف گذشت، بلایی به سرتون بیاریم که به شطور بگید مر. و ما میام پرستان ایرانو میگیریم، خیلی بدجوری هم میگیریم، به زودی هم میگیریم، خواهید دید من بهتون چی میگم. و به این ترتیب سالها میگذره میگذره میگذره، یک مرتبه یک نسل باهوش هوشیار باشعور فهمیده دلسوز میهن پرست، تو گویی که به هر کدومشون یه ملاقه سوپ یعقوب لیس و آریو برزن و بابک و ستارخان و باقرخان و یپریمخان ارمنی و اسعد بختیاری و ابو مسلم خراسانی و خلاصه بزرگان تاریخ، آدم های با شرف، هر کی اومده یه دونه ملاقه زده توی سوپ ریخته تو حلقه این بچه ها. یک مرتبه تمام جریانات تو دنیا CIA پاشو انداخته رو پاش، MI6 نشسته قشنگ واسه خودش داره حالشو میکنه، تبیلی شماره در باز میشه، مارگارت تاچر میره، تونی بلر میاد، از انالی میره، حسین علی میاد، جک استراو باز انقدر میره ایرانو میاد، تمام کوچه ها رو بلد شده بود، کوچه های تهران همه رو بلد شده بود، فرانسه حسن میره، میترام میاد، شیراک میاد، شیرهی میره، سرکوزی میاد، سرکوزه میره، تایکوزه میاد، همه دارم میچنن حال میکنه، آلمان هلموت کن توپ به توپ فقط داره میخوره، عشق میکنه، از اسم ایران نمیاره. شرودر میاد میگه ولکم بابا، رو درواسی نداریم، کامان پلیز. خاتمی میاد عبای سفید میپوشه، دست شینجیری میکنه، ببینه بارون میاد نیده بود هرچی. بعد اونو میبرن سر قبر چیز گوته که بره دفتر یادداشت گوته رو بنویسه، خاک بر اون سر دولت آلمان، مخصوصا چپ آلمان، که محمد گاریچی روزخان بیاد زیر ورقه یادبود دفتر یادبود گوته رو امضا کنه. گوته اگه زنده بود به شرافت بشری سوگند میرفت جزء ارتش نازیسم آلمان، اولین کاری که میکرد میگفت این شروده رو بزنید زیر گیوتین، این شیش جد پدر مادرش یعنی چپه بکشیدش، هم چپه هم یهودیه، هزار تا انگ به این میزنید که اینو بکشنش. کسافت داره شده نفروش پوتین، خانم میبره واسه پوتین، به خدا بهتون دروغ نمیگم، خانم میبره برای پوتین. شروده گرهاب شروده بی ناموس.
با وزیر امور خارجه از فیشر، با اون دوست دختر ایرونیش بستارد. حضورتون عرض کنم که بیکس شدیم، خیلی بیکس شدیم. کاش که تیم ساوارسی زنده بود، کاش که تیم ساواریانا زنده بود، کاش که بربری زنده بود، خدا رحمت کنه همشون، کاش که جهانبانی زنده بود، ناجی زنده بود، کاش یکی زنده بود. هیچ کی زنده نیست، ما هم تنها بود. آره سرم درد گرفت، بذار یه پاوزه بکنیم. جناب مهندس علی‌حضرت رو لطف کنید 16 و 17 رو، ممنونتون میشم. ای خدا فقط یه روز من اون بده یقین چش آبی‌ها رو بگیر. Going forward, do you think that do you have a strong view on what the future of the monarchy should be? And what's the most shocking to us is not so much how people are responding, but it's rather Western democracies, of whom we had the most expectation, seem to be stabbing the people in the back even more by even sending representatives for such an inauguration, which is almost like a slap in the face, to say the least, and sort of legitimizing something that ought not be recognized as such. دوستان من امروز یکی دو تا مصاحبه مهم داشتم و ضمناً یک جلسه با نمایندگان چندین اندیشکده مختلف منطقه واشنگتن در آمریکا و همچنین نمایندگانی از رسانه‌های بین‌المللی در ارتباط با مسائل اخیر ایران و چگونگی همکاری و کمکی که جهانیان میتونن به همیهنانمون در این موقعیت داشته باشن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این چیزی که امروز به حال فرمایشات علی‌حضرت بود که شنیدیم، دیدید یورونیوز و فرزند آخرین پادشاه ایران، ما بیورزیم، اون داره کارش رو درست انجام میده، ما بیورزیم که به شاه مملکت بگه فرزند آخرین شاه ایران و چشمتون کورشه. حالا مومن با هم بریم جلو. آها بانو سهیلا از کانادا $60 سپاس از شما، لطف محبت کردید بانو سهیلا عزیز. امیر و مادرش هم از اوهایو، دست درد نکنه امیر جان و مادر گرامی، خیلی ازت ممنونم، امیدوارم حالتونم خوب باشه. $20 خیلی ممنونم از امیر و مادر گرامیش از اوهایو. یک نسل میاد جلوی آرامگاه کوروش بزرگ میگه ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. شاهزاده تولدت مبارک، رضا شاه روحت شاد. یه سری جوان هم اونجا باید میسن با لباس های محلی از تمام اقوام عزیز ایران و هر کدومشون هم با بویش خودشون با زبان خودشون پیام میفرستن که یکیشون به عنوان نماینده بچه خوزستان فارسی صحبت بکنه که ما ایستادیم برای نجات ایران، ما ایرانیم، که پخشش کردم براتون و بارها دیدیم. این رگایی که دیگه خوش شده، تقریبا تا 95% خون توش نیست، یک چیزایی به اسم خون داره تو این رگای خشکیده میلوله، یک مرتبه خون جدید، خون تازه داغ تزریق میشه به این رگا و ما زنده میشیم. و من به بچه ها اون شب گفتم یکی از شبهایی که در طول زندگیم فراموش نخواهم کرد، زحماتمون پاسخ داد، زحمات ما جواب داد، خیلی ما زحمت کشیدیم، همه بچه های میهن پرست خارج از کشور، همه با همه اختلافاتی که با هم داشتیم، اختلاف نظر داشتیم، یه عده خیلی متعصب بودن، خیلی فناتیک بودن، باید بزنیم بکشیم آتیش بزنیم، یه عده میگفتن، خیلی دیگه سوسول شده بودن و دموکرات شده بودن، یه عده ما بین این دوتا بودن، من ما بین این دوتا بودم، نه میگفتم بزنی آتیش بزنی، نه میگفتم دیگه همش دموکراسی آزاد، نه بودم
میلیارد دلار، میلیارد پوند، میلیارد یورو خرج کردیم. اولا چند صد میلیارد خرج کردیم که اون شاه رو سوار اون هواپیما بکنیم از ایران بفرستیمش به بیرون. تهدیدش کردیم، گفتیم آقا سینما رکس آبادان دیدی 200 تا دیگه از این پرده وسط پیاده میکنیم، خیلی بدتر. چون علازات هم متوجه شدن که ایران قرار بشه همین سوریه که میبینید اینجوری شد، اینجوری بدتر از این میشد، از بیروت بدتر میشد تهران، شک نکنید. و اون همه خرج کردیم، شاه رو از ایران بیرون بردیم، بعد اون همه خرج کردیم بین تمام طرفدارا و عاشقانش، ارتشش رو متلاشی کردیم، عاشقانش رو همه رو پخش و پلا کردیم، از ژاپن فرستاده میشون تو ژاپن، تو توکیو دارن مرده میسوزونن، تو آلمان آورده میدن ظرف میشورن، تو هلند بردیم مثلا دارن چه بدونم عرشه کشتی میشورن، تو کانادا بردیمشون انداختمشون به کارگری، تو امریکا بردیم انداختمشون به هر جا. ایرانیای مشروط خواهی شرافتمندی که نمیخواستن نوکر ما بشن، بد بلاهای سرشون آوردیم، همه ما رو چپوندن تو این کارخونه ها، چه بلایی سر مرده. خلبان مملکت شد راننده تاکسی، نه راننده تاکسی بودن بد باشه، ولی به هر حال خلبان به چه قرار بود راننده تاکسی بشه، به چه رفته خلبان شده. پزشک مملکت تو همین آلمان با خانومش بافندگی میکردن، از ایران اومده بودن. بابا بعد یه مرتبه چی شد؟ چه خبر شد؟ اینا کیان؟ اینا چی میگن تو آرامگاه کوروش؟ اصلا اینا اونجا چه کار میکنن؟ اصلا قرار نبوده دیگه کسی یاد کوروش بیفته، اصلا کسی قرار نبوده یاد این آرامگاه رو، یاد این قبره بیفته. قرار بوده همه برن مشهد بمالن خودشون رو به اون یانو هرکی که افتر بازه بچه بازه، برن قوم پیش اون دختره 7-8 ساله بگن ما خانوم هم معصومه، برن شاخ چراغه چی چراغه جل چراغه چی یارو. بعد قرار بوده ما تو ایرانی همه برنامه‌ریزی کردیم که مثلا بنویسن رو پارچه حاج حسن خوش آمدی، خسته نباشی از مکه اومدی. حاج حسن چند تانش بودید؟ بچه 17 ساله. ای به دختره مثلا 10 ساله بگن حاج خانوم، بعد دختره 9 ساله رو بذارن به حاجی مرگی 60 ساله بگن بگو قبل تو بچه چه میدونه بله، یا تو ماما جود وقت بگو بله بله، که بعد دختره رو بفروشن که خانواده بتونه زندگی کنه. ما این بلاها رو سرشون آوردیم، چی شد؟ چه خبر شد که یهو اینا اومدن میگن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم؟ البته یه عده شروع کردن خط رو به دوزه، مثلا لگن پروش دوز میگو کار منه، که لعنت به پدر مادر هرچی آدم خوب بچه پرو دروغوه. بعد اینا حالا فراموش هم نکنین، اون اومد بود میگفت ما پستیم، اون یکی میگفت ما خیسیم، اون یکی میگفت بریم بالا پشتمون بشکن بزنین، اون یکی میگفت بره تو جوب نمیدونم را برین، اون یکی میگفت بریم بشین تو پارک آبگوش بخورین، یکی اومد بود میگفتش که من قراره برم تو تهران مدرسه حخا بزنم و نهم مهر همه سیبیلاشون رو زدن، ریشاشون رو زدن رفتن، من فقط میخوام برم برقصم. به خدا میارم این چیزه میگم دیوونه. و میگو 10-9-8 هورا چی شد؟ آزاد شد دیگه. اینو من گوری نمیبینید آزاد شد. چی آزاد شد؟ ایران آزاد شد دیگه. منم نزدیک سرانگشتی 2-2.5 میلیون پول بهم رسید. و به این ترتیب تمام بازی ها به هم خورد، خیلی بد جوری هم به هم خورد. از اون روزی که اون بچه ها رفتن جلوی آرامگاه کوروش بزرگ تا الان تمام دنیا، تمام دنیا چاقو تیز کردن گذاشتن زیر گردن میانبرسا، گردن ما رفته زیر گیوتین همه جهانیان. حالا دونه 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 هی دارن ماموراشونو میفرسن وسط. یه کسایی که مثلا این چیه زیرش هم میریسن، دکتر پروفسور مؤسسه تحقیقاتی علمی سکسی ایدئولوژی دانشگاه کلمبیا بغل زولوبیا اینور چیچیلا چینچیلا چی کار هستی؟ ایشون فقط متخصص امور انقلاب به سمک اینوریه. اینوری چیه؟ اینور الان توضیح آی دو دار این انقلاب به سمک اینوری چیه؟ حضور شما عرض کنم که وانتون تو سنگ وین دین این گلاب انستین تن وین انسوری ریولیشن بان. به 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 چه نطقی، چه نطق تاریخی عجب. پس جریان این بوده. یس یس رجب اند بری بری به در سوخته ها. همه حالا اومدن که چیکار کنن که بگن نه یه هفتش ده نفر جبگیر شدن، گفتن رضا شاه روحت شاد،
همین اونم میدونی چرا گفتن رضا شاه روحت شاه؟ به خاطر اینکه رضا شاه چون آخونده رو رسید و چک و لگد به اینا زد و زد پدر پدر سوختنشون در آورد و گوش مدرس رو کشید و ارتشش رو فرستاد، سربازش رو فرستاد تو مشهد و یارو مشهد چی بود؟ گوهرشاد بود چی بود؟ اونجا یه کشیده به اینا زد و خلاصه شما رضا شاه رو بغله آخوند نمیبینی، یه جا نمیره مثلا زیارت فلان، مردم چون از این آخوند شاکیان فعلا اونو علم جانم مردم کار با رضا شاه، مردم سلطنت نمیخوان، این مردم اصلا دنبال پهلوی نیستن. شما ببین اصلا میگن شاهنشاه روحت شاه؟ نه. میگن درود بر رضا پهلوی؟ نه. دروغگو لعنت به پدر و مادرش که در قم و در اهواز و در همدان و در کرمانشاه همه میگفتن شاهنشاه روحت شاه. این که دیگه من نساختم، که من که مسعود کیمیایی نیستم گوزنا بسازم، فیلماش از هزاران دفعه پخش شده. مردم نمیگن رضا رضا پهلوی این از شعار ملی؟ نه نمیگه. شما خانم آقای شما که در صدای منو میشنوی، من داری میبینی هم چیزایی شنیدی؟ نه دیدی؟ همه میگن نه، همه اینا چیز بوده، عربه عربه. صمد آقا تو بره بیامون خوابیده بود، از سرباز عراقیه گرسنه شد اومده بود بزنه به مال صمد آقا و گدا علی نون پنیر چیز پیدا کنه، داشت نون میخورد صمد آقا بلند شد اسلحه رو که دید گفت الان میکشدم، گفت آقا گدا علی گفته تو بیامون آدم خلوچل میشه، خوابه 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 گرفت خوابی. آره شما دیدی خانم آقایون، نه همش خواب بود، این 5 سال همش خواب دروغه. مردم تو خیابون دارن میگن دکتر محمد مصدق مصدق، همه دارن میگن درود بر مصدق. چی اصلا از اسم رضا پهلوی میاره؟ هیچ کس اصلا کسی کاری نداره با رضا شاه دوم پهلوی سوم. شما اصلا شنیدی میگن رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، پهلوی کجایی به داد ما بیایی، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ نه همه خواب خواب عرب عرب. زو حالا یه چند تا از این فایلایی که اصلا نیست، اینا نیست، اینا رو من ساختم، اینا کار منه. ببین چند تا از این فایلای دروغه که با هم نگاه کنید، به خدا اینا چیز باور نکنید، همش دروغه، اینا دروغه کیه. جناب مهندس دو و سه و لطف محبت بفرمید. سلام خدمت رضا احمدی عزیز و آریان وطنخواه. ما بچه های شاهرود خاموش و ساکت نیستیم. شعار نویسی، دیوار نویسی و تابلو نویسی ها رو تقریبا نزدیک 12 روز شروع کردیم و محکم ایستاده ایم و میگوییم جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، خدا شاه میهن. با سلام خدمت رضا احمدی عزیز، دیوار نویسی و تابلو نویسی های معابر اصلی خیابونا رو شروع کردیم، نزدیک 1 هفته است و بلند فریاد میزنیم جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، ما شاهنشاه رو به ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. از منطقه شاهرود تقدیم به برنامه خوب ایران آریایی رضا احمدی گل، جاوید شاه. سه
سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. وقتی با بچه‌ها درست کار کنید اینطوریه. دیدی گفتم گزارش بفرستید این و نه یالا اسمانه بیارین و اصلا نمیخواد اسمانه بیارین. گزارش بفرستید واسه ایران آریایی. چرا میگید میفرستین برای گزارش کرد؟ برای کسایی دارین میفرستین که بدبختتون کردن. شماها دارید به کسایی التماس میکنید که بدبختتون کردن. برای کسایی گزارش میفرستین که بیچارهتون کردن. به این روز انداختن تو عرب میره اونجا میشینن بدون خوش قارمادر بدن به مملکت تو. بچه این شاهزاده شاهزادم از دهنتون بندازین. این تخم لقی که داروش همون تو دهنتون کاش. فقط بگین اعلی حضرت شهریار ایران شاهنشاه ایران اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت انقدر بگین تو یاد بگیرین. اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. خیلی ساده است، خیلی ساده. اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. اعلی حضرت اعلی حضرت سیروس پهلوی سوم. پهلوی سوم رضا شاه دوم. اعلی حضرت اعلی حضرت انقدر بگین تو یاد بگیری. عادت بده خودت رو. ما یک کشور مشروطه پادشاهی هستیم. ما شاه داریم. شاهمون هم اسمش اعلی حضرته. لقبش تموم شد. شاهزاده چیه؟ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت تموم شد. انقدر بگید یاد بگیرید. همون که شعارنویسی رو یاد گرفتیم. باریک الله بچه‌ها شاهرود. باریک الله بچه‌ها تو سمنان، تو دامغان تکون بخوری. تکون بخوری. باریک الله بچه‌ها شاهرود. درود به شرف و غیرتتون. آفرین. مواظب خودتون باشید. شهر کوچیکه. حواستون به خودتون باشه. خب خانم آقایون دیدی 5 سال داستان اینه. بعد یه عده حالا اومدن نفوذی بین مشروطه خواهان که ما دو نوع مثل بیننده و شنونده. ما دو نوع بیننده و شنونده داریم. حالا چه شنونده رادیو چه بیننده تلویزیون. یه بیننده و شنونده با شعور داریم، یه بیننده و شنونده بی شعور داریم. اونی که با شعوره، من دهن باز بکنم یا هر انسان دیگری که نشسته داره حرف میزنه شما یا میبینید نشسته داشو میشنوی، اون شعور داره میفهمه اون داره چی میگه. حالا داره زیر آبی میره، علکی میگه جاوید شاه، علکی میگه نمیدونم من میان پرستم، علکی میگه من مشروطه خواهم، ولی گند کار داره در میاد. اون آدم با شعور با دو تا جمله میفهمه این طرف چیه. اونی که بی شعوره هی تو برو بهش بگو بابا این یارو ماموره، این به اسم مشروطه خواه اومده، اینا اومدن به تو میگن عکس نگیرین. چرا نمیفهمی؟ نمیخواد بفهمه. مثل سنگ بعد یه میخ بذار روی سنگه هی بکوب روش. سنگه اصلا چیز میشه میشکنه گچه، ولی میخ اون تو نمیره. مخ مثل مخ ایناست. به این خاطر یه عده آدم رو فرستادن توی مشروطه خواهان که آقا خب آخه یکیشون یه تنلک گوساله نشسته تو ترکیه حیف گوساله، بچه پرو هی دهن وا میکنه اینا. من نمیخوام بگی که دوتا بزنم تو گوش این درب داغونه چوسونه با اون دک و پوز بوزینش. هی نشسته داره زر زیادی میزن راجع به علازت و خانواده ایشون. بچه چون میشه سر جا دیگه، من گوشتو نمیگیرم به تمام سر جا دیگه. به بچه پرو چی درشه قابلمه گوشته جلو دهنشه. خاک بر سرتون که میری میشه مزخرفاته اینو گوش میکنی. ببره منم میفرستم. بذاره بیدار شین. بسته دیگه انقدر گیج بازی. بسته دیگه. یه جای کار باید بگیم بسته دیگه. ای بابا شاه مملکت همین الان بهتون نشون دادم موهاش سفید کرد واسه خاطر ما. بابا غیرت و شرفتون کجا رفته؟ بچه‌ها دارن تو ایران جون میدن. 6 هزار تا ایرانی دارن کشته شده به خاطر مشروطیت. حداقلش تو همین 4-5 سال 30-40 هزار تا بچه‌ها رو گرفتن که الان تو اولفنونی بهشون دارن تجاوز میکنن. اون همه مادر داغدار شد. بسته دیگه انقدر گیج بازی. بسته دیگه انقدر بازی با این تلفن ها. بسته دیگه انقدر اینترنت بازی و چت بازی. بعد میگن چرا عصبانی میشین؟ خب کارتون اشتباهه دیگه بابا جان. چقدر بیم چه بشینیم تاریخو بگیم از اول شروعش منجا بگیم داره ما کف کردیم. یه سری رو فرستادن تو خارج از کشور به اسم مبارز، یه سری هم اینجا کنگر خوردن لنگر انداختن دنبال مزخرف بازی، دنبال چرت پرت بازی. بابا موضوع خیلی ساده است. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ چرا نمیخواید بفهمید؟ دنیا چاقو تیز کرده پهلوی نیاد. ما باید پهلوی رو برگردونیم. چجوری؟ همین کاری که من دارم میکنم. محکم سر موضعتون محکم بایستید. فوش خار مادر میخورید، تهمت بهتون زده میشه، تهدید میشید، از جونت باید بگذری بیای جلو مبارزه. باید از جونت بگذری بیای بگی محمد راهزن.
از جونت باید بیای بگذری رضا شاه بزرگ آریامهر بزرگ حرف بزنی، از جونت باید بگذری واسه وایسر اعظم، از جونت باید بگذری. اگر دل جیگرش نداری خوش کردید بفرمایید کنار. اینقدر براتون سایت بشکن و بالا بنداز گذاشتن که دیگه جا نداره. نمونهش یارو چی چیه بهش میگن چی چی نیوز، گویا نیوز چیه؟ 400,000 سایت براتون گذاشته، همم چپی، هیچ کدومشون بدون پول اونجا نمیشینن براتون چرت پرت بنویسن. نه که کوسر رو نمیدونم چی و همینا که میشناسیم پگنت رو نمیدونم چی و چی، همه توده ای، همه فرستاده های بسته‌بندی شده های جمهوری اسلامی، همشون اصلاح طلب و نمیدونم زهرمار طلب، همشون بدون استثناء. یه عده‌شون هم که موفق شدن که چیزایی که مثل تلویزیون درست کنن، مثل یارو بچه بهبهانه که یارو تنه لشه توده ایه که منو ایرج رو برمی‌داره میاره، همشون فحاش، همشون چاقوکش، همشون عامل. اون یارو مجاهد بوده حالا میگه من نیستم، اون توده‌ای بوده میگه حالا من نیستم، اون اونوری قش میکنه اینوری قش میکنه. آقا بچه‌ها بفهمید ما میهن پرستان تنهاییم، تنهاییم، تمام امکانات هم دست ایناست. فوش خارمادر کامیون من دارم میخورم وایستادم. یه فرمول بهتون میدم یادتون نره، هیچ کدوم از ما ایرونی ها، ما 80 میلیون داخل و خارج، ما هیچ کدوممون نه مهمتریم نه عزیزتریم نه بالاتر از خاندان پهلوی هستیم بدون تعارف. آقا آدم بتم سرجان از این پرپلا به من نگی. من وقتی که خودم رو با شاهنشاه آریامهر، با رضا شاه بزرگ، با علیرضا سیروس، رضا شاه دوم پهلوی، سوم پهلوی، علیرضا شاه اول پهلوی، پهلوی میخوام مقایسه کنم، میگم تو رضا احمدی ناراحتی که مثلا 4 بعد فوش بدن، پس این خانواده من چی بگه؟ این خاندانی که 50 سال ایران رو ساخت این همه مورد اتهام قرار گرفت. پس بتم سر جا، یا رضا احمدی مبارزه نگو، من مبارزم اومدم وسط میدون، یا اگه ازی بس خفه خون مرگ بگی بچه ننوازی شده در میری. آقا این فوش میده اون فوش رو بدن. اگر اومدید اینجا سر صدای علنگواتون بیا، پس بفهمید بری پیشین پیش حمید پوانداز. اگر مرد مبارزه هستین پس زیر ابرو بر ندارین، ناخونگیرم نزنین تو جیبتون. جنگ بفهمید دارم بهتون چی میگم، جنگ بزن دعواست. تو دعوام حلب و کلوچه بخش نمی کنم، تو دعوام مشت و لگده داری میزنی یا پشت با چوب بزن تو سرت. نمیتونی کتک بخوری؟ منمایه کتک خوردن نداری؟ پس شر و دعوا ران انداز، ساعت رو بزن پایین از بغل دیوار رد که گربه شاخت نزنه. اهل دعوا بزن اینه مشت میزنه چشت بتره که دماغت بشکنه، حالش هستی ببسن. اینا یه عده لاشخور هم ریختن رو سر ما. یارو نشسته میگه من خبرنگار مستقلم تو بروکسل، مردی که هر جا میره جلو جاوید چرا داره میگیره، رفیق لگن فروش دوز، بابا لنگ دراز، رفیقاش کیان همه تو آلمان این ور یه مش دوز دورشو گرفتن. ما با اینا در ارتباطیم، اینا یه تیمن، یه تیمی ان که روش کار شده، روش برنامه ریزی شده. ما تک و تنهاییم، علیمون دو حوزش، مایم و یه دونه تلویزیون ایران آریایی و سلام، تموم شده را. چجوری با این تلویزیون وایسیم جلو بی بی سی؟ بونگاه لجن پراکنی های تو لندن چجوری وایسیم؟ بریم خودمون هم شکنیم. تا الان 7-8 اصلا این رسانه با بدبختی کار خودش کشته جلو. بفرما با 20 دلار و 50 دلار و 100 دلار هر دفعه من میام اینجا، مگه غیر از اینه؟ مگه شماها هر دفعه من میام اینجا، مگه غیر از اینه که 100 دلار و 200 دلار و 50 دلار و 20 دلار کمک میکنید؟ مونده دی با همین نگردش داشتید، بس با چی نگردشتید؟ با پول توی جیب شماها ما اینجا نگردشتید. بنابراین یه نسلی اومده تو خیابون 5 ساله داره داد میزنه. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد. الان نشون دادم بهتون، این یه نمونهش، یه جوون از شاهرو، یه نمونهش. دوشنبه بچه‌ها دیدید عکس علی‌حضرت رو اون پارچه آویزون کردن، بنرش آویزون کردن زیر پل هوایی. خب این کار با خیلی جگر میخواد، این کارا شوخیه. و بچه‌ها دیگه دارن فعالیت میکنن، اعلامیه درست میکنن، شبنامه درست میکنن، عکس دارن چاپ میکنن. از کجاشون پول بیارم؟ این شوخی ده دستگاه چاپ خودتون تو ایران میدونید دستگاه چاپ 100 تا عکس علی‌حضرت بخوام چاپ کنن خود پول میخوان بابا جان. شعار نویسی میکنن، کلی همه شعار نویسی به خود برام اون وقت نکنه بخش کنم. من نزدیک 2-3 ماه واقعا وقت نمیکنم، دست انا به کسی هم نمیتونم بسپارم این چیزا رو. خب ما بچه ها یه چیزی بس بهتون بگم راحتتون کنم، قشنگ گوش کنید این جمله منو، یه دقیقه حواستون رو بدید به من، یه نفس عمیق بکشید این حرف منو گوش کنید.
ما با جمهوری اسلامی 42 سال مبارزه نکردیم، مقاومت کردیم. ما 5 سال داریم مبارزه میکنیم، تازه از این 5 سال 3 سالش به صورت 100% جدی. بابا ما 3 ساله به صورت جدی داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. ببین چه ککی انداختیم تو تومون لندن و برلین و پاریس و لجنجلس و واشنگتن و همه جا. شوخی نیست این حرف منو، قشنگ گوش کنید، مزه مزهش بکنید این حرف منو تو دهنتون، بجویدش این حرف منو تا بدونید من دارم بهتون چی میگم. بدون هیچ امکاناتی یک مشت بچه های میهن پرست داخل و خارج با دست خالی. بابا ما دستمون خالیه، اینه اینه 5 دلار و 10 دلار و 20 دلار این بودجه ماست. با دست خالی ایستادیم در برابر بنگاه لجن پراکنی بی بی سی با سالی چند میلیارد پوند بودجه. بابا یک سال نه، 2-3 ماه پولی که توی کاسه صندوق بنگاه لجن پراکنی بی بی سی ریخته میشه اینو بدینش به من بریزم این پولو بریزمش توی صندوق ایران آریایی، اون وقت ببینید تو ایران چه خواهد شد. که از 600 هر جا در هر بشقاب چیه این آویزون میکنی به در دیوار خونتون، ساتلایت چیه در هر جا رو با میکنی ایران آریایی رو ببینی، ببینم یه ما دیگه جمهوری اسلامی میمونه یا نه. از این مثال دیگه ساده تر بزنم، ما چیزی نداریم، کسی رو نداریم. آقا بیاین بپرسین آقای آریان وطنخواب مدیر تلویزیون، بیاین بیارین آقا تلفن رو باز کنید از ایشون سوال کنید آقای وطنخواب بله شما چجوری این 10 سال اینو نگه داشتید؟ آقا بشین یه شب بشین در دلی مرد رو گوش کنید. شما میخوام که ایشون فوش نمیخوره، تهدید نمیشه، بدبیرا بهش نمیگن، اتهام بهش نمیزنن، پس بچه‌ها کو در تخته کنه بره دیگه. چرا وایساده؟ دلش برای کشورش میسوزه، میهن پرسته، مملکتشو دوست داره. آقا اصلا من بدم میاد ازش. الان صحبت بر سر بد آمد و خوش آمد هم دیگه نیست، شما هم من بدتون میاد، اصلا هم من متنفر باشید، ولی مشروطه خواه هستی که یا نیستی؟ فقط کارم شده حسادت. این چرا اونجا جلو تلویزیون؟ آخه من چه جلو تلویزیون نشسته همه دارم چه پول دارم در میارم؟ ان شاء الله هر چی اینجا نصیب من میشه 10 برابر بشه نصیب تو بشه. تو بیا جای من بشین، تو بیا کاری که من میکنم تو بیا بکن، حرفی که من میزنم تو بیا بزن. منم این کار از دستم برمیان، دست به دست هم بدیم، به جای حسادت، به جای کینه، به جای فوش دادن و فحاش کردن به هم دیگه، به جای چاقو کشیدن، خبر مرگمون هممون مشروطه خواهیم، هممون علکی میگیم رضا شاه دوم، رضا شاه دوم. خب اینقدر که ما مانو میان رو رضا شاه دوم، بشین دست به دست هم بدیم مملکتمون رو بسازیم. تو چیکار داری من تند رو هم شب رو هم روز رو هم. تو به حرف من گوش کن، تو به حرفای من گوش کن، تو چیکار نوع حرف زدن من داری؟ به کار منو نگاه کن، من دارم ملت رو دارم بیدار میکنم. من به این جوون گفتم بیا من تعریف کن. بچه ها تو ایران متوجه شدن، خط رو فهمیدن. یه اده مشروطه خواهی گیجا میرسن خارج از کشور، شاهزادی اتحاد این دیش فقط دارم. چرا پرت و پلا میگی؟ چرا داری چرت و پرت میگی؟ شما ها که صبح تا شب سرتون میزنی تحتون میزنی تو این دنیای مجازی هستین، یه سر تشریف برین تو این یارو چیزی که واسه تون واکرن کلاب هاست، برین از بچه‌هایی که از داخل کشور آنلاین میشن برین با اونا، برین همین لغتایی که تو خارج از کشور با ماتیک و علنگو و لوندی حرف میزنی، جرئت دارین برین همین حرفا رو بچه‌های داخل کشور بزنین. بچه‌های داخل کشور دارن به من میگن آقای احمدی خیلی تو دموکراتی. نه بابا دست درست، بله شما خیلی دموکراتی، شما میگه عفو میبخشیم و فقط سران و فلان. ما تو تو خونه هامون طناب و قمه گذاشتیم، میگیم طناب و قمه چیه؟ طناب برای آبوزون کردن، قمه برای کشتن. این حرف بچهای ایرانه، نه یکی دو تا 100 تا 10 تا. من وقتی حرف اکثریت برسه میام بازش میکنم، نه فقط 4 نفر در گوش من بیاد آیده ندم لواشک 13 و سهرای 14. بچه‌ها تو مملکت دارن جون میدن، ملت هیچ چی دیگه براش نمونده، آب دارن بهشون میزنن به اسم واکسن، همه دارن میمیرن تو ایران. کار دیگه از این گذشته که از گرسنگی بمیرن، از بیماری دارن میمیرن. هیچ کی دیگه اصلا یادش نمیاد فرق، ملت از بیماری داره میمیره. باید داره تو عربستان، توی ارمنستان صف وایس، سیبیل به سیبیل مثلا تو صف. کجا ارمنستانی که مال من بوده؟ به شرافت بشری سوگم، من این حرفو 1000 دفعه زدم بازم بهتون میگم. خواهیم دید
کی جرأت کنه تو هواپیما بشینه از فرانکفورت، هامبورگ، برلین، مهم نیست کجای دنیا داری زندگی میکنی، از اتاوا، از نیویورک، کی جرأت کنه تو اون هواپیما بشینه برگره بره ایران؟ بعدش فروش من جا هم بگه منم دارم میام ها، الو من دارم میام، به عنوان کسی که جلوی این دوربینا بود، اینا اونایی که قایم شدین و یواشکی که میرید ایران میام، اونایی که اونایی که تابلو شدن، اسم مثلا میگه رضا احمدی به چاره به میاره، این ما میذارین تو ایران آریایی بوده، این اگه اومد امونش نده بکشینش، این اینجوری منظورم، اگه جرئت کردین پاتونو بزنین اینو تا ببین چه پذیرایی ازتون بکنه، شیرینی و چوب و چماخ در خدمتتونه، شما خاک این بچه‌ها ولتون میکنه، اینایی که من دارم میبینم، چون من میدونم من با چه طبقه ای در ارتباطم، من با مغز جامعه تو ارتباطم، برای همین باشون اینطوری صحبت کردم، من با دل جامعه کار دارم، من مال اتاق بالایی نیستم، من نمیدونم چه دوربین بشینم مثل تحقیقات چوسی در کنم فقط روشن فکر فلان اینا که حقوقم از اون ور برسه تو خونم کتابخونه چوب آیشه داشته باشم و نمیدونم چیز داشته باشم، چوب گردو داشته باشم، من مال اون اتاقای اونوری نیستم، خب من حرفم حرف بچه های تو خیابونه، من حرفم حرف اوناست، من واسه اونا اینجا نشستم، نه واسه عینکی‌هاش، من با عینکی‌ها کاری ندارم، چون عینکی‌ها کشور منو داغون کردن، بچه های داخل کشور دیدی؟ این یه نمونه دیدی داخل کشور؟ همیشه هم میام از هر کدومش یه نمونه نشون میدم، حالا بریم تو خارج از کشور، جناب مهندس 4 و 5 و 6 این لندنه، اینم یه نمونهش، باری کلا به میان پرستان لندن، باری کلا دمتون گرم، آفرین آفرین آفرین، عالی بود کارتون، باری کلا بچه‌ها. Long live the king! Long live Pahlavi! Long live Pahlavi! Long live the king! Long live the king! Long live the Dosho! Long live the Dosho! Long live the Dosho! Long live the Dosho! Long live the Iran! 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 Long live Pahlavi! Long live Pahlavi! جلاد به پایان سلام کن. مرگ بر رئیسی قاتل. مرگ بر خامنه ای. مرگ بر جمهوری اسلامی. جاوید شاه، جاوید خاندان پهلوی. جاوید شاه، 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 مرگ بر رئیسی، مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه‌ای. سپاس از شما جناب مهندس یواشکی گرامی. آقا جون دیدی 3-4 سال مبارزه راه افتاده این بچهای لندن، نه ترسی نه هیچی، حالا الان بچهای اتریش و بچهای آلمان هم بهتون نشون میدم تو فرانکفورت و تو وین تو اتریش، ما مرگ یه بار شیبان یه بار بچهای میان پرست بلند شدن هر جا میرن عکس الازاد هر جا میرن جاوید شو جاوید شو، باری کلا آفرین به شیر بانوهای عزیز، باری کلا اون آقا پسرا، باری کلا دمتون گرم، آفرین، بریم بزنیم با لگت بزنیم در سفاره در طویله شون بزنیم بشکنیم، اولا میریم اون یارو دوربینا رو بردیم مثل اون خانومی که این کاری که رنگ پاچید اون دوربینا، عکس الاسد بزنیم وسط دیوار، بی پدر و مادر سفارت ماست،
در بده خونه روز خونه یخ شپشوی چرکوی چرتو فلون فلون شده در یکی. جنبش ملی مپسنی رفت در توی قبرستان گفت ما پسنیم ما خیسیم پستم اگر می روم فلون فلون شده شامورتی باز پیشین سر جاد میدون و وجری گرفت و دید دستت کسی نبود بزنه تو دک و پوزه به تمرک سر جاد خودتون رفیق منقلتون یه رو در به داغونه سارمونه تو لندن سکس چتی به تمرک سر جادون فلون فلون شد و قلم پاهاتون رو میشنه پاهاتون بخوره ایران همه تون باید محاکمه بشی ملت ایران کلیه بفروشه بچهشو بفروشه ناموسشو بفروشه شرفشو بفروشه تو بیبرقی و تو بیابی زندگی بکنه ملت ایران مگه ملت ایران ملت کامبوج و نمیدونم ویتنام و برما است مگه ملت سریلانکا و بنگلادش و نپاله ملت ایران ملتی که خرج خوزستانش دنیا رو میخره آزاد میکنه خرج دنیا رو داره میده رو کاکل سر محمد را نفس میکشن ماشیناشو مگه علکی داره تو این خیابون راه میره آسفالت اتوبانشو از کجا اومده این لولای کارخونه‌هاشون چجوری مثل قارچ سبز شده رفته بالا رو صدقه سر نفت خوزستانه بعد بچه‌ها تو مردم من تو خوزستان باید لجن بخورن فوش خوار مادر بخورن حالا تک تک برن در خونه‌ها بچه‌های مردم دستگیر کنین بی پدر و مادرها بچه‌های میهن پرست جا نزنید حالا که زوره یا حسین این حرفی که شیعیان زدن از دشمنتون چیز یاد بگیرین حالا که زوره یا حسین پاش وایسادین تک به تکمونو بکشین سر سگ میزنی گویا نیوز و چیچی نیوز و همشون چپی اینا نشستن آقا جان یکی که میاد سایت وسط درست میکنه روزنامه وسط درست میکنه توی چی؟ من الان میخوام روزنامه درست کنم توی اینترنت آقا من الان اینجا نشستم میخوام درست کنم اولا باید بیکار باشم یه تیم باید دور و بر من باشه عکس باسم جور بشه خبر باسم بیاد یکی تایپ بکنه یکی صفحه بندی روزنامه است دیگه اسمش اینه که تو اینترنته ولی روزنامه است دیگه پول من کی میده کدوم چپی میاد جمال تو عشق ما به خاطر میهن ما میهن پرستان بخوام واسه میهنمون فی سبیل الله داریم کار میکنیم کدوم چپی میاد از این کارو بکنه اینا پول از روس بهشون میرسه شوروی بهشون پول میده همین پوتین بی پدر و مادر بودجه برای اینا گذاشته همشون هم میتونی با ما 1500 دلار 2000 دلار 3000 دلار بخری بخی نیستن یه مش حشیشی و الکلی چپ آلمان بهش پول میده چپ فرانسه بهش پول میده چپ انگلیس بهش پول میده چپا دارن به اینا پول میدن که واسط میاد 200 تا 300 تا سایت میزنه من وبلاگ نویسم خفه بمیر مردشون قیافه گامبوتو ببرن خفه بمیر مردشون قیافه دمونه تک به تو که نو بچه ها شناسایی کردن و تو هم حرف میزنی لاتن چاقوکشن خفه بمیری یه مش بی پدر و مادر لات فحاش چاقوکش اومدن به بچه های میان پرستن دوهی میکنن تا چشمتون کورشه حالا یکی پیدا شد سخنگوی و اینا اینجوری اومدن دکونه همه تونو به هم زدن تک و تنها جلو همه تون باستن از مرشودخای قلابی تنلش بابا لیندراز تو بروکسلش تا این تنلش های تو آلمان و اتریش و لندن و جاهای دیگه تک جلوتون وایسادم حالا دیدین پشتم به چی گرم شد تو چشمتون کورشه از شاهرود میگه رضا احمدی عزیز ایران آریایی آریان وطن خواه تو چشمتون کورشه تو دندتون از شیراز از دهلوران از مهران از کرمانشاه از همه جای دنیا از همه جای ایران پیام اینطوری میاد بچه اینجوری نقاشی میکشن اینا همشون پشت ما وایسادن حالا پشتم به ملتم گرم شد حالا مرده و زنده تون رو میارم جلو چشاتون بدتر میارم جلو چشاتون 4 سال مقاومت کردم 4 سال فوش خوردم آخو یا احمدی برنامه هویت تکراری شده تا چشمت گوشه غلط میکنی به گور پدرت میخندی میشی برنامه تکراری منو نگاه میکنی چرا میشه نگاه میکنی خیلی تندی به گور پدرت میخندی برنامه منو نگاه میکنی 200 تا کانال واسات زدن چرا میشه برنامه منو نگاه میکنی تو دندت نه تو چشمت گوشه اینقدر تکرار میکنم اینقدر میگم لگن فروش دوز اینقدر میگم علی منقلی اینقدر میگم علی صاربون اینقدر از اول شورش 57 تا حالا میگم تو تمام مخ ملت ایرانی که سمپاشی کردی همه رو سالم بکنه پدر سوخته ها چرا نمیرید به اونا اعتراض کنید چرا نمیرید به لگن فروش دوز اعتراض بکنید پدر سوخته ها چرا نمیرید به
علی منقلی اعتراض بکنید که سر سگ میزنه آدم بر میداره حیوونه دور از اون حیوون مزدور بر میداره میاره اونجا بهم میگه دکتر بهم میگه مهندس بهم میگه دکتر بهم میگه چرا نمیره یقه یارو مهندس حشره رو بگیری که میکروفون بده به بهرام شتو میکروفون بده به حسین چاقوکش چرا نمیرید گریبان اون فلون فلون شده رو بگیری که به خوش بیه معصوم قومی یه کثافت فرستاده جمهوری اسلامی اطلاعاتی چون میدونید من یقه چی رو گرفتم چون میدونید من ضربه رو دارم به کجا میزنم بعد سریع میخوام بچه های میانپرست رو چیز را بندازن تظاهرات دارم زن بچه های میانپرست بگیم فوته اینا تا چشمتون کور بشه من اینقدر تظاهرات رفتم که دیگه پاهم دوبار زده حالا نوبت شما ها تن لشه هاست که برید توی از بچه های میانپرست حمایت بکنید چرا تمر کنید تو خونه هاتون فلون فلون شده تک به تک تو شناسایش دید تک به تک تو دادیم به پلیس همونا که تو دوسلدورف این برابر نشستین تهدید کردین کار کردین دنیای چرتلی آقاست تهدید میکنید تک به تکتون شماره تلفناتون آدرساتون ایمیلاتون ثبت کنید سر گندش هست ثبت کنید بلایی به سر این تومیری و تومیری ها نیست شاه منو با چشم عشق از ایران بردید بیرون چشماتونو پر خون میکنید آره راحت بهتون بگم ما با همه تون سر جنگ و دعوا داریم من با تمام شما جمهوری طلبان و مشروطه خواهی قلابی سر جنگ و دعوا دارم یا باید ما رو حذف کنید یا حذفتون میکنید از روز صفحه شطرنج سیاسی یا باید آدم بشید یا باید بجنگید میجنگید بجنگید بزن بزن دعوا من جا نمیزنم ما بچهای میان پرست سوگند یاد کردیم علاوه از سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم ببریم ایران میبریمش هزار دفعه بنویس موزی آخ فرزند آخر شاه ایران به شرافت بشری سوگند کاری بهتون میکنیم لندن فرانسه، آلمان، امریکا، اسرائیل، روسیه کاری بهتون میکنیم بیان روی آرامگاه اعلیحضرت اش بریزید گل بزنید بگید غلط کرد از سوی کشورم و ملتم اعلام میکنم غلط کردیم به گور پدرم میخوام بگید این خط اینم نشون خط نشونای رضا احمدی معروفه خواهید دید بلایی به سرتون بیاریم که گله ای بیاد اونجا رئیس جمهورت پادشاهت ملکت نخست وزیرت وزیر امور خارجه رئیس تویلر همتون بیان بگین غلط کردیم از سوی ملتمون از سوی کشورمون عذر میخوایم از ملت ایران همه تون رو باید خسارت بدیم شما به کشور ایران خسارت زدیم باید همه تون خسارت بدیم میلیارد میلیارد از حلقومتون میکشیم بیرون ما میخوایم این بار بهتون بذارید من راحت بهتون بگم خوب گوش کنیم مومن بذار من اسامی بچه ها رو بگم این جمله رو بهتون بگم مومن ایران دخت از اروپا 120 دلار. سپاس از شما لطف و محبت کردیم همرزم عزیز ما ایرانی اصیل از اروپا 30 دلار سپاس از شما لطف و محبت کردید بانو روزا 20 دلار سپاس از شما لطف و محبت کردید بانو شاهپری دمت گرم عجب اسمی بانو شاهپری 50 یورو دست درد نکنه دست گل همتون درد نکنه خیلی ازتون ممنونم اینا تا اینا هستن این سنگر هست تا این سنگر هست من هستم تا من هستم مرده و زنده تون میارم جلو چشات خوب گوش کنید بچه‌ها ما بچه های میهن پرست ما عاشقان پهلوی به تمام دنیا من میدونم همه برنامه ها رصد میشه نه من کسی باشم دشمن تیزه ما خوابیم اسرائیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه، چین، کره، ژاپن، کشورهای عربی، ترکیه، امریکا، کانادا آدم دارن فارسی، زبان فارسی پیپس ایرونی هم، خائنن میشینن این برنامه ها رو رصد میکنن مخصوصا اونایی که باید روش انگوش بذارن مثل این برنامه تلویزیون ایران عالیه مثل سنگر ما رو اینا چون اونایی که نماینده شونه مثلا بره لگن فروش دوزو چی رو رصد کنه خودش به این گوده اینو بیار اونو بیار با این حرف بزن ما حرف بزن لگن بفروش مرد سر کار بذار قیافه علی گلابی و خود بگم خودش میدونه اینا چه دن لشایی هن. اینا با کسایی کار دارن بو میکشن بوی پهلوی کجا میاد اوه اینجا بو پهلوی میاد بریم ببینین رصد کنیم ببینین چی میگه خوب گوش کنید دنیا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خوب گوش کنید. تیمسون اوبسی رو کشتید. شهریار شفیق رو کشتید. فریدون فرخزاد رو کشتید. خیلی از ماها رو کشتید. بقیه رو تو ایران اعدام کردید. کودتای شاهرخی رو لو دادید. هر کاری از دستتون در اومد کردید که ما پهلوی رو برنگردونیم. دیگه چیکار می‌خوایم بکنید؟ همه ماها رو می‌خوایم بکشید. 80 میلیون هم می‌خوایم بکشید. غیر از اینه بزنید آب پاکی رو بزنم رو دستتون. ما توی اون منطقه تو خاورمیانه همون جایی که الان هستیم و میمونیم اون کشور رو فعلا این گربه ها رو
این گربهی شیرش میکنیم، شکی نکنید اینا کوری نیست، احساساتی شدن، احساسی حرف میزنن. خواهید دید من دارم بهتون چی میگم. این کشور، این ملت، توی این منطقه، این جوونا، همین جوونا، همینا که میرن مینویسن جاوید شاه، همینا که برای من پیام میویسن آقا احمدی به خود ما هیچ کدوم اینا نمیشناسیم، هرس و جوش نخو، 99% ملت پشت اعلیحضرت، پای اینا بخوره اینا همشون میذیم در داغون میکنیم. به روح مادر پدر روزی نیست من بین 8 تا 9 تا 10 تا 12 تا از این پیام ها نگیرم. پدر مادر مقسم خوردن بی شرفم بهتون دروغ بگم، بچهای ایران، دختر و پسر برای من این پیام ها رو میفرستن، خدا گواهه. حالا ما تو اون منطقه بهتون ثابت میکنیم لات چاقوکش غمکش یعنی چی. انگلیس گوش کردی؟ به نیرو دریاییت مینازی، لات بازی در میاری تو دنیا، حالا بهت نشون میدیم لات یعنی چی. یه رضا شامونو دیدی چیکار کرد باهاتون؟ یه محمد رضا شاه پهلوی مونو دیدی چیکار کرد باهاتون؟ تازه محمد رضا شاه پهلوی چکمه نپوشید، خیلی جنتلمنانه باهاتون برخورد کرد. خب این بار بهتون نشون میدیم آیا ما از آریایی هستیم یا نیستیم. این بار بهتون نشون میدیم خشایارشا راست بوده یا دروغ بوده که رفت تا آتن. این بار بهتون نشون میدیم که آیا کوروش بزرگ که یهودی ها رو از بابل آزاد کرد تو مصر تاجگذاری کرد آیا راست بوده یا نبوده. این بار بهتون نشون میدیم آیا داریوش بزرگ راست بوده یا نبوده. این بار بهتون نشون میدیم انوشیروان بزرگ راست بوده یا راست نبوده، دادگر. این بار بهتون نشون میدیم شاه قباد کی بوده. این بار بهتون نشون میدیم زن ایرانی آرتمیس بوده یا نبوده، پوراندخ بوده یا نبوده. این بار بهتون نشون میدن این دخترها، همین دخترهایی که کرد نشون تو کفن. خب این بار به شما نشون میدیم یعقوب از ما بوده یا نبوده. این بار بهتون نشون میدیم نادر از ما بوده یا نبوده. این بار ما بهتون نشون میدیم ستارخان و باقرخان و یپریمخان ارمنی و امیر بزرگ و رضا شاه، این بار بهتون نشون میدیم اینا از ما بودن یا نبودن. بدطوری بهتون نشون میدیم. این بار بهتون نشون میدیم که آیا ما بچه‌های علی رئیس علی دلواری هستیم یا نیستیم. این بار بهتون نشون میدیم یه من ماست ایرانی چند من کره سلطنتی میده. حرفم شدی؟ فرمودن بله، صداشو من شنیدم. خمینی یه حرفی زد، اون بیمار روانی، من تکرارش میکنم، وقتی بهشتی رو خودش کشت با اون 600-700 نفر که کردنش بوتونا رو ریختن روشون، بعد گفتن 72 تا، یه حرفی زد، من اون حرف رو تکرار میکنم، گفت بکشید ما را ما زنده تر میشویم، ما بیدارتر میشویم. لندن بکشید ما را ما زنده تر میشویم، بیدارتر میشویم. تا شاهمون رو برنگردونیم ولتون نمیکنیم. هر فکری دارید دارید بکنید، هر نوع بازی دارید را بندازید. یا شاه باید برگردد یا جهان باید نابود شود که میشود. طالبانو داری؟ کار خودتونه، پدر سوخته باز خودتونه. کشتی همونو دزدیدن، چهار تا کشتی داده برو فلون فلون شده حقوق باز شارلاتان. پدر سوخته ها، تا ملت میرزه تو خیابون جنگولک بازی در میارین. پدر سوخته ها، پدر سوخته های حقوق باز، چهار تا بچه حشیشی بیان کشتی تو رو بدوزن. بی پدر و مادر مگه رفته چاقل بادون بدوزه؟ فلون فلون شده های هفت خط. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید 7 و 8 و 9 رو با هم لطف کنید، ممنونتونم. سری بعدی بچه های میان پرست. ایران لندیف شا پاینده ایران جاوید شا لندیف ایران لندیف شا پاینده ایران جاوید شا جاوید شا جاوید شا جاوید شا جاوید شا جاوید شا جاوید شا
الله، لعنت بر روح الله. اسلامو پله کردن مردمو زله کردن. اسلامو پله کردن مردمو زله کردن. اسلامو پله کردن مردمو زله کردن. فدای ایران. حوزه رو گل میگیریم ایران رو پس میگیریم. 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 هم قرآن هم اسلام هر دو فدای ایران. هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. باریکلا به بچه های اتریش و آلمان و آفرین بچه ها تو فرانکفورت و وین. باریکلا آفرین. بدون عکس اعلیحضرت، بدون پرچم، ما شناسنامه داریم. تموم شد. تا من بیام سر این جریان امروز فقط اتحاد و این جریان من یه توضیح بدم دیگه وقت نیست، میمونه واسه آدینه، حالا یا دوشنبه. به هر حال من روش چیز میکنم، الان کارمون چیز دیگه. بچه ها مبارزه آغاز شده به صورت بسیار جدی‌تری. ما وارد مرحله براندازه شدیم. گریبان دنیا رو گرفتیم. اون روح‌اللهی کثافت خمینی وقتی که از در دیوار سفارت کشیدن بالا باند چپیا، گفت خوب جایی رو گرفتیم، ول نکنید. حالا من بهتون میگم از دشمن یاد بگیرید. ببین من خمینی چیزی مثال براتون میارم. خوب جایی رو بچه ها گرفتید، ول نکنید. کجا رو گرفتید؟ عکس اعلیحضرت. کجا رو گرفتیم؟ جاوید شاه رو. جاوید شاه و عکس اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم. هر جا میرید با عکس اعلیحضرت ببینید، هر جا میرید جاوید شاه رو بگید. مرده و زنده دنیا رو آوردین جلوشون. خسته نشید، جان نزنید. امکان داره، بزنین بهتون بگم، امکان داره ما 2 سال دیگه باید مبارزه کنیم. هی نگید فردا درست میشه، 6 روز دیگه درست. اینا رو گفتید که سرد شدید. آقا نمیشه، خسته شدید. مبارزه خستگی نداره، تعطیلی نداره توش. نمیتونه یه 3-4 روز، یه هفته، یه ماه به خودت تعطیلات بده، برو بشین یه گوشه، دو مرتبه بیا نفس تازه کن. بابا جمالتون عشق است. من پیش 3 سال و نیم اینجا پیش شما یه دونه برنامه جان انداختم، نه بخاطر عشق دوربین، بخاطر عشق شما. منم خستم. شما نگاه کن تو کانال تلگرام، بعضی موقع 5 صبح کانال تلگرام دارم نگاه میکنم، به خدا 7 صبح سر کارم چرت میزنم، 100 دفعه سلام میخورم به میز. امروز اینقدر این پلا بالا پایین رفتن، پا دیگه مال خودم. به خدا الان بعد این برنامه اینقدر خستم نمیتونم از روی صندلی یا روی مبل بلند شم. باید مبارزه کنم با علازات برگردن به کشور. با حلوا دهن شیرین نمیشه. نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید اون جوون چه جوری رفت. عشق کردم، خدایا شکر، دیدم به چشم، دیدم دم طویله، دم اون که بهش میگن کاخ. دیدید عکس علازاتو اینجوری مالیندن، یه جوون ایرانی اینجوری مالوند انگلیسو. آقا این پناهنده بوده، به من مهم نیست کی بوده، هر کی بوده دمش کرد، هر کی بوده دمش کرد. آفرین، درود به شرفش. بچه های لندن اینو دیدین، از قول من 4 تا ماچ صورتش بکنید. دمت گرم، خیلی با شرفی. برای من مهم نیست تو کی هستی، برای من مهمه تو اینقدر نشون دادی اینقدر آدم با شرفی هستی. دمت گرم. عکس علاستو گذاشت دم کاخ، یعنی بی پدر و مادره. این یه جوونه تازه پرچمو گرفته هستش، پهلوی رو داد زد اونجا، گفت شاه نمیمیره تو ایران. تا اینا حسن ایران پادشاهیش از بین نمیره. جان ازن بچهای داخل کشور، مبارزه تازه شروع شده. جان ازنید. آقا اهواز ساکت شد، کارتون به اهواز نباشه. خوزستان وظیفه خودش انجام داده، ساکت هم نشده، کارش داره کارشو میکنه. استان فارس کار خودشو کرد، اصفهان کار خودشو کرد. آذربایجان میاد، گیلان میاد، مازندران میاد، خراسان میاد، تهران میاد، استان مرکزی میاد، یزد میاد، کرمان میاد، نوبت سیستان و بلوچستان میرسه، نوبت هرمزگان میرسه. بچهای بوشهر بلند میشن میری تو کرمانشاه، میری تو لرستان، میری تو همدان، میری تو زنجان. بازی رو باید اینطوری بری جلو، چپ و راستشون کنی، چپ راست اینقدر باید بزنی توش که دیگه بلند نشه. بهتون دروغ نمیگم، اینا قویان. پشتشون انگلیس خوابیده، پشتشون چپ جهان خوابیده، میلیاردها دلار پول خوابیده، 6-7 رسانه خوابیده که پشت هر رسانه‌ای چند ده میلیارد دلار پول خوابیده، بودجه خوابیده. این همه سایت براتون درست کردن که حالا میام راجع به همین چیچی نیوز و بقیه ماجرا براتون توضیح میدم. شوخی نیست اینا، هزاران
حقوقباز شالاتان از ایران فرستادن خارج از کشور به اسم وبلاگ نویس و چیچی نویس و حلبی ساز و پدر سوخته بازی. یه دنیا ریخته سرم ها، 100 نفر ریختن سر یه نفر، هر میهن پرستی رو 100 نفر ریختن روش. بابا تو محمد علی کلیان باشی کتک میخوری، بروس لی هم باشی کتک میخوری، 100 نفر با چوب شما ریختن رو سره. در کنارش هم لابلاش هم به اسم مشروطه خواه، یه مش حقوقباز شالاتان بی سواد نفهم بچه تو مملکت هم گرد رسش رو حد. اینا تو خارج از کشور میگن امروز فقط اتحاد اتحاد با کی بکنی؟ جمعه ناشناس از واشنگتن لطف و محبت کرد $200. درود به شرفت ناشناس، خیلی ازت ممنونم. آرش و لاله و آریان $30. دست آرش و لاله و آریان هم درد نکنه، خیلی ازت ممنونم. بانو گیتی هم از لس آنجلس $20. دست درد نکنه بانو گیتی عزیز ما هم از لس آنجلس. خوش کنید بچه ها، مومن جناب مهندس، اون مزدورا یادمون نره، چند وقت یه حواسمون از این مزدورا رد نشه. حواسم ما میان پرستان باید 400 تا چش داشته باشیم، 700 تا گوش، 500 تا دهن، 50,000 تا هم دست، 40,000 تا هم پا، باید بشیم مثل 8 پا. مملکت از دستمون در آوردن، باید باز پس بگیریم ایرانو. اون عشقی که اعلی حضرت ریخ واسه این دوران بود، چون میدونست بریم بره یتیم میشیم، یتیم شدیم، هممون یتیم شدیم، هممون یتیم شدیم. بفهمید دارم بهتون چی میگم. بس دیگه انقدر در خونه اینو بزرگ شدن، بس دیگه انقدر نون بیگانه خوردن، مردشون این زندگی کثافتو ببرن. دلمون به این خوش بشه صبح بلند شیم تیتیچ مامانی بکنیم بریم سر کار، واسه اینا حمالی بکنیم، هرچی از بهمون میدن جیبون در میاد مالیات بهشون بدیم، بعد بگیم که در اروپا دموکراسی خفه بمیرید. کدوم دموکراسی؟ کثافت خونه است نه کشور. لجن تا تو خونه هاتونو گرفته کثافتا. طرز حرف زدن دختر پسرتونه که این فرهنگم داری به نسل بعدی تو ایرانی خارج از کشور دارید میدی. مادر پدر حواستون به این بچه‌هاتون باشه، با فرهنگ ایرانی بزرگشون کنی. آقای مهندس ده و عذر میخوام 14 و 15 رو لطف محبت بفرمایید. کجاش بگیم بابا؟ شما رأی دادید؟ آره رأی دادید؟ نه سوالم اینه که رأی دادید؟ آره نه سوالم اینه که شما رأی دادید؟ شما روسری تو سر بردی از شما تو سفارت در میاری روسری تو سر میکنی، بعد رو ما بی قانونی ترین کار رو دارین شما میکنین که به جمهوری اسلامی ایران رأی میدین، میری تو سفارت روسری سر میکنین بعد بهشون رأی میدید، دست خون مردم ایران میکنید. مردم تو ایران خودشون نمیرن رأی بدن، شما چجوری میتونین رأی بدین؟ چجوری میتونین خجالت نکشین از این کارتون؟ یعنی واقعا به جوانای تو ایران فکر نمی‌کنین؟ به اونایی که توی هواپیما کشته شدن، اگه خواهر و برادرتون بود بازا میرفتی پشتش رای بدید؟ یعنی هیچ عذاب وجدانی ندارید؟ بی قانونی ترین کارو دارید شما میکنید که به جمهوری خجالت نمیکشید؟ انگوش تو خون مردم میزنید؟ آقا شکم نگاه کن همش بالا آخونده، برو تو برو تو حسابی دوتا خجالت بکش. 12 ساعت کار تو تکوهیه. آره خجالت بکش، خجالت بکش، خون مردم رو به من مزدور. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. فیلم های مزدورا و اون انگلزاده ها هستا، من هی لابلای برنامه بهتون نشون میدم. تمام بچه‌هایی که لطف کردن امشب زنگ زدن همشون گفتن جاوید شاه. ببخشید بچه‌ها اگه من نمیگم دونه دونه دونه، به خاطر وقته. دم همتون هم گرم، دست گل همتون هم درد نکنه. نیکولاس هم همین الان لطف کرد $50، دست درد نکنه نیکولاس با جاوید شاه. ای والله بانو شوکت هم $10 با جاوید شاه، دست درد نکنه بانو شوکت گرامی. موضوعا رو دیدی؟ حالا مومن وقت داریم آقای مهندس. آقای مهندس وقت عکس‌ها هستش، 10 و 11 و 12 و 13. این عکس‌ها رو الان براتون پخش می‌کنم نگاه کنید. بزن عکس‌ها رو آقای مهندس بذار رو صفحه. این بلا رو سر ما آوردن، کشور ما رو از دستمون گرفتن، بعد به ما میگن ببر بشین بغل دست اسمال بزاز و بغل دست یه مش پدر و مادر فلون فلون شده. نوجوانان و جوانان ایران، اینا که اینا نه کن دختره الان مثلا اونجا 18 19 سالشه 20 سالشه، اینا شما رو بدبخت کرده. این نسلی که امروز شده مادر تو، شده پدر تو. ارتش با ما باش، نه با دشمنان قرآن. حالا تو باید بری رو همون دیوار بنویسی جاوید شاه.
باید بنویسی پهلوی چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. رضا رضا پهلوی این از شعار ملی. به جای خدا قرآن خمینی باید بنویسی خدا شامیهن. اینا شما رو بدبخت کردن. جناب مهندس بعدیرم لطف کنید. یه نسل ابله احمق بی شعورا واسه خاطر چیزه قرآن انگار شاه قرآن رو دستشون گرفته بود و آبو برق مجد خاک بر سرتون. قبض آبو برق چقدر بود؟ 50 ریال 100 ریال همش صحبت 5 تا تک تومانی و 10 تومان اینا بود. نگاه کنید مشروطه پادشاهی رو اون بالا اعلیحضرت و خاندان جلیل سلطنت اولیا حضرت آخه لیلای عزیز علیرضای عزیز شادق فرهناز پهلوی اعلیحضرت والا حضرت ولایت عهد وقت اونو بدی این کثافت های اون پایین رو بگیری. نگاه کن قیافه اون کثافت خمینی اون تن لشایی که دور و برشن که حالا همشون تو جماران هر کدومشون مایی چند میلیارد تومن دارن بهشون پول میدن. حقوق چی میدن؟ باجخوری دارن باج از ما میگیرن. خاک بر سر اون نسل. اون خدا رو بدی این تن لش آشغال باستارت رو بگیری. جناب مهندس دوازرم لطف کنی. حالا اون نسل اومده میگه که نرو بیرون ننه جون خفه بمیری. شماها باید به این کشته بدید نه جوونت بی غیرتا که به قول جوونا میگن بی غیرتا نشستن. منظورشون نسل شماست. نگاه کنید خانم آقایون اون افسر موتور سوار دوران شاهنشاهی رو چرا قشنگ بچه ها نوشتن؟ نوشتن شاه دیکتاتور بود. چرا؟ آها چون پلیسش کلاخوت نداشت، زنجیر نداشت، مسلسل نداشت، قمه نداشت، چاقو نداشت، چماق نداشت، اسیدم نداشت. به خاطر همین شاه دیکتاتور بود. چرا؟ چون میگه افسر مملکت اینجوری باید خوشتیپ و خوش برخورد و دلیلی نداره باتون به خوشمنده فلان باشه اینا. افسر مملکت ما تیپ و قیافه و بعد طرز برخوردش که دوره دانشکده پلیس دیده بود. حالا قیافه کمیته چیاش و پاسدارا و بسیجیا و ترلشای نیروهای انتظامیشو ببینید. خاک بر اون سرتون که موش تشتک علی شیرهی و خمینی بهتون داده. همشون آدمکش بودن. تیر خلاص دادن. حالا به خودشون میگن سرتنگ و نمیدونم سردار و سردار برو آشغالا رو بردار. آشغالا جناب مهندس آخری هم لطف کنید 13 رو دستون درد نکنه. ملت به پا بخیزید تا کشور دو مرتبه علازاتو برگردید تا دو مرتبه افسر موتور سوار اینطوری بشه. اینم روزنامه بیلد آلمان روزنامه بیل سایتون مال آلمان. این یارو بی پدر و مادر نگاه کنید که رفته اونجا تیراندازی کرده چه بودن مدال طلا گرفته. روزنامه بیلد هم اونجا نوشته ایرانسکو قهرمانی که طلای المپیک گرفته در همون رشته تیراندازی. آیا این یه سرباز چیز تروریسته؟ یعنی در اصل این که ورزشکار مدال طلا گرفته آیا این تروریسته یا نه؟ پس دنیا حواسش هست. جناب مهندس سپاس از لطف محبته. دنیا میدونه اینا تروریستن. دنیا میدونه، آلمانیا میدونن، فرانسویا میدونن این جو فروشه تو که رفته کاخ سفید کرده تویله میدونن. همه اینا میدونن، همشون میدونن اینا رو آوردن. اینا میدونن جمهوری اسلامی تروریسته. همشون میدونن اینا آدم کشن. همشون میدونن بازی طالبان کار خودشونه، بازی داعش کار خودشون بود. اقلیم کردستان اقلیم کار خودشونه، علی تجزیه عامل خودشونه، حسن صدقه خور عامل خودشونه، این سایتایی که براتون درست میکنن کار خودشونه، لگن فروش دوز مال خودشونه، این تویله های لجنجلس مال خودشونه. پسر بی سواد نفهم توی لجنجلس شاگرد پادو بود توی یه کتاب فروشی آقا زمانی، بردنش نیویورک بهش میگن دکتر. میدونه از این بی پدر و مادر فردا چی میسازن؟ این فردا میاد تو کاخ نیاوران به شاه مملکت من میگه شما ساواک دارید و ساواک شکنجه میده. اینا رو دارن برای این تعلیم میدن که ازش اون بی پدر و مادر رو بسازن، ازش اون یارو کریستیانه رو بسازن. بابا ملت حواستون رو جمع کنید. برای همین به شما میگم منو فالوده کنید، فالوور بکنید، فلان بکنید که منم قابل بدونید، منم اسم منم بذارید توی که بعد شماها رفتید رو اسمش کلیک کردید که مرگی مثلا بگه من 100,000 نفر چیز دارم، رفیق دارم، اینا رو بایکوت کنید مثلا تو دک و پوزشون. بابا چقدر بیان بشینم بگم معده درد گرفتم از دستتون. بابا بچهای میهن پرست فقط گوش کنید. برای همین اون آشغال میشینه تو ترکیه هر چه دهن لجنش در میاد به شاه مملکت به همسر من علازت میگه به ولازت یاسمین پهلوی. بس تکونی به خودتون بدین، وایسین سینه سفر کنین. بچهای میهن پرست وقت دارن جای صحبت میکنن برسید ازشون حمایت بکنید، سینه سفر کنین. وایسید پشت سر بچهای میهن پرست، وایسید پشت سر ماهایی که اومدیم سینه براتون سپر کردیم. اینقدر واندین بس دیگه رو در واسی و خجالت. بچه ها بیدار شدیم، هممون بیدار شدیم،
هممون بیدار شدیم، همه ما شاهمون رو میخوان، ما شاهمون رو میخوان. بچه های میان پرست، بچه ها داخل کشور، خارج از کشور، سر سوزن عقب نشینی نکنید، محکم عین من سر مغازتون بیستید، فوش میخورید، بعد ایران هر چی اصلا مهم نیست، برای ایران جونتون هم باید بدین، یادتون نره چو ایران نباشه تن من مبا، برای ایران بیستید، محکم بیستید، پادشاهتون رو برگردونید، بیستید محکم، پاتون رو بکنید تو یه کفش، بگید مرغ یه پا داره، ما شاهمون رو میخوایم، ما باید علی‌حضرت سیروس پهلوی سوم ببریم ایران، ما باید خدایگان رو بزنیم رو دوشمون بردیم ببریم ایران، تو خاک خودش، خاکی که بهش خدمت کرد، اونجا واسش آرامگاه درست کنیم که آرام بخوابه، ما باید رضا شاه رو اونجا در اون خاک به آرامش ابدی بسپاریم، به خدا قسم روح اون دو خدا بیامرز نمیذاره ما زندگی کنیم، به شرافت بشری سوگند تا ادای احترام به روح اعلیحضرت و رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ نکنیم، به شرافت بشری نون نمیاد سر سفرمون، نگاه کن به چه روزی به چه دیوزگی افتادیم، هممون پولدار و بی پولمون، خارج و داخل کشورمون، ببین به چه روزی افتادیم، ملت برگردونید پیکر خدا بیامرزو، نظر تو خاک غربت بمونه، از ما گفتم بود، من تمام این حرص و جوشی که میخورم به خاطر که زیر دین اون خدا بیامرز نمونم، به خاطر که زیر دین پدرم نمونم، آخرین جمله پدرم که به من گفت ما ارزه نداشتیم پدرش اینو گردیم، برو پسرش بیا نری بری تو این گروه مروا، بابا جان شیر مادرتو نون خودمو حرومت میکنم، گفتم نه بابا، وایستادم همه چیم گذاشتم، از تمام لذایز زندگیم گذاشتم، خدا شاهده ایستادم، هیچ توقعی هم ندارم، هیچی هم نمیخوام، فقط شاهمو برگردونید، شاهو برگردونید، به قول فریدون فرخزاد شاهو برگردونیم که ثابت کنیم ما با شرفتری ملت دنیا هستیم، اگر این کارو نکنیم بی شرفتری ملت دنیاییم، بدون تعارفتون بگم نباید بزنیم علیحضرت اونجوری تنها قدم بزنه، اسامی رو بگیم افسوس تو مخص بشیم، با سپاس از جناب مهندسی هاشو گرامی. آقای دکتر پرویز لطف کردن $50 دست درد نکن دکتر پرویز، خیلی ازت ممنونم، بینا لطف کردی، سپاسگزارم. ایران بانو از استرالیا علاوه بر ماهیانه که لطف میکنن به ایران آریایی هم $50 هم الان لطف کردن، خیلی ازت ممنونم ایران بانوی عزیز از استرالیا. جناب سرهنگ وزین سازمان سرباز هم لطف و محبت کردن $1000، بینا سپاسگزارم ازتون جناب سرهنگ وزین، خیلی ازتون ممنونم، سازمان سرباز سپاس از شما. اسامی رو بگیم سریع از حضورتون مرخص بشیم. بانو سهیلا کانادا $60 دست درد نکنه سهیلای عزیز. امیر و مادرش اوهایو $20 دست درد نکنه امیر جان و مادر عزیز. ایران دخت از اروپا $120 دست درد نکنه، ممنونتم. ایرانی اصیل اروپا $30، خیلی ازت ممنونم. بانو روزا $50، خیلی ازت ممنونم، لطف کردید. بانو شاپری €50 دست درد نکنه شاپری عزیز، ناشناس واشنگتن $200، خیلی ازت ممنونم، لطف کردی، سپاس از لطف و محبتت. آرش و لاله و آریان $30 دست گل شما هم درد نکنه. بانو گیتی هم از لس آنجلس $20 دست گیتی خانم ما هم درد نکنه. شوکت بانو شوکت عزیزم $10 دست درد نکنه، ممنونتم. نیکولاس هم $50 دست درد نکنه، نیکولاس عزیز همه رو گفتم. بله دکتر پرویز هم $50 دست درد نکنه، ممنونتم. ایران بانو هم استرالیا به جز ماهیانه $50، خیلی ازت ممنونم، لطف کردی. و جناب سرهنگ وزین عزیز ما هم از سازمان سرباز از لس آنجلس $1000 دست گل همتون درد نکنه. ای والا درود به شرفتون، دمتون گرم، سنگر نگه دارید، سنگر نگه دارید که ما هم انرژی بگیریم بگیم بچه ها هستن که سنگر بمونه. با سپاس از جناب مهندس یواش گرامی و شما خانم ها آقایون، دم همتون گرم، دم هممون گرم. باریکلا به بچهای لندن، باریکلا به بچهای آلمان، فرانکفورت، باریکلا به بچهای اتریش، باریکلا به بچهای ایران. درود به بچهای شاهرود. ملت ایران دمتون گرم. پیروز میشیم، شک نکنید. به خدا قسم، به خدا قسم. جلوی همین دوربین، همین من آدم، همینجا میشینم لیوان آبجومو میگیرم دستم، بهتون میگم دیدید گفتم پیروز میشیم. حالا همتون بنوشید. ببین کی بهتون گفتم. نبرید. یادتون نره مرد ایرانی، زن ایرانی هیچ وقت سرش پایین نمیفته.
ما پیروز میشیم، شک نکنید، ما علازه دو برمیگردیم ایران. پاینده ایران جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگی، ما بچه های جنگی، بجنگ تا بجنگی. پاینده ایران جاوید شاه.